دوستان عزیز، با سلام خدمت شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. همین اول کار این شیرازی ها رو یک کمی قلقلک بدیم. میگن که همه جای دنیا میگن کار امروز به فردا مفکن. شیرازی هم همینو میگن، ولی میگن خب پس فردا و روزای بعد هم هست. اینم از این. و این آقا یا خانم اجدر greeting، خب greeting to you too. یادم یه مسابقه میخواستن با یکی از این دوست و یارای غار ترامپ انجام بدن، آوردنش توی تلویزیون. وقتی بهش گفت که خیلی ممنون که ما بودین، اونم اینجوری وایساد گفت greeting. بله دوستان عزیز، دوشنبه هست، ششم آگست 2018 میلادی، برابر با 15 مرداد 1397. و تازه وسط تابستان هستیم. تیر و مرداد، تیر 15 روز هم از مرداد، 45 روز دیگه از تابستون باقی مونده. و قبل از برنامه من یه برنامه بود، کانون آوا با خانم بتول سلطانی مشابه کردم، حتما ببینید. و این ویدیوها تا هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. و یه چیز بهتری که از هفته پیش را افتاد اینه که شما وقتی میان رو صفحه مردم تیوی دات کام روی وبسایت، اگه هنوز جز اونایی هستید که از وبسایت استفاده میکنید، چون همه این روزا از فیسبوک استفاده میکنن، اونجا اون وسط که برنامه های تلویزیون مردم هست، این طرف و اون طرف برنامه آقای ارشاد، برنامه کانون آوا، حالا سعی میکنم برنامه های آقای لادن رو هم عکس بذارم و لینکش رو هم بذارم. دست تنها هستیم و یار و یاوری نداریم، از لحاظ مالی هم یار و یاور و حامی نداریم، ولی اجازه بدین از یه دوستی که طرفدار پادشاهی هست، با عقاید منم خیلی مخالف هست، تشکر کنم که وقتی من یک کتابی رو برای ایشون فرستادم، کتاب آقای مسعود، احمد علی مسعود انصاری، ایشون با وجودی که مخالف هست و اینها، این کتاب رو خوندن، ممنونم. و بعدم نوشتن که بابت این کتاب شما 20 دلار، برای تلویزیون مردم بابت برنامه‌های و حمایتم 100 دلار. این اونجا است که دکارت بوده، کی بوده، یکی از این دانشمندان و فیلسوفها که میگه من حاضرم جون خودم رو بدم ولی تو آزاد باشی حرفت رو بزنی. این شعار ما از همه اینور اونور میشنویم، حرف میزنن ولی عمل نمیکنن، ولی این دوستمون وقتی این کارو میکنه، حقیقتش به من نشون میده که اگر چیزی که تو فکر ایشون هست اون سلطنت پادشاهیه، خب پس منم همون سلطنت پادشاهی رو میخوام. ولی اگه اون چیزی که تو مغز دیگران هست که تو گفتی آقا من نمیخوام ایران مثل عراق و سوریه و مصر و تونس و اینها بمباران بشه، هر روز مشکل داشته باشن، فوری عکس شما رو چاپ میکنن که آقا یک جاسوس دیگر هم شناسایی کردیم. این یکی از دوستان نوشته بود برای اینها، آقا شما احمقا چه کار میکنید که احتیاج به جاسوس داشته باشید، شماهایی که خودتون از هر جاسوسی بدتر هستین و خودتون رو لو میدین. بماند. خیلی خوشحالم خانم حوریه قرداغی هم بیننده برنامه ما هست، آقای مجید خوشنودی هم این دوستمون. مجید جان، یه برنامه اکس اسپلیت و اون منیکم و اینا رو دارم، باید یه کمی ازت کمک بگیرم. واقعا دیروز احساس کردم که کم کم پیر شدم و اون آهنگ نه شعر حافظ، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو یا بیرون شو رو میخواستم برای خودم بخونم. و اما مثلا یکی از این نادانها، حالا با وجود که من ازشم قبلا تعریف کردم، این خانم زینا، بذارید من اینجا یه نوری افتاده اینو ببندم، خانم زینا تهرانی است که این مردک دیوانه طرفدار شارلاتان ترامپ رو، این حمزه پور رو رسوا کرد و معلوم شد که پول میخواسته از سعودی بگیره، عربستان سعودی بگیره، یه چند تا از خودش خلتر رو جمع کنه و نتونست پول بگیره، نتونست چند تا از خودش خلتر رو پیدا کنه، چون خودش خلترینه. ما هم تشویق کردیم خانم زینا تهرانی. و این خانم زینا تهرانی کسیه که نمیدونم آرایشگاه داره، سلمونی داره، چی داره، ولی بعدن قبلا یه پول مفتی افتاده بود دستش، حالا یه دوست پسر میخواسته یا چیزی، رفته بود سراغ این مسعود امینی معتاد
و با اون یه تلویزیونی راه انداخته بودن. بعد به من زنگ زد، این زن گریه و زاری که تو رو خدا کمک کنید. گفتم خانم روزی که پول داشتی پول تو رفتی دادی با اونجا با اون خوش گذروندی، حالا موندی درمانده، از من چه کمکی برای شما برمیاد؟ من این ور آمریکا، شرق آمریکا، شما غرب. ولی این وقتی که من این عکس ها رو یه جایی گذاشتم، این آمد نوشت که سوربی نمیدونم مزدور و فلان اینها، بهش میگم آخه نادان، اصلا این عکس ها رو من درست نکردم، مال من نیست، فقط یه نفر برای من فرستاده. دیدم با این جو موجودی که الان ما داریم، یک لحظه اجازه بدید من اینو کات کنم و پیستش کنم توی این، یه نیو فولدری درست کنم. بعضی وقتا این کارها رو باید قبل از برنامه انجام بدم، ولی امروز چون برنامه زنده داشتم، دو ساعت قبل از برنامه خودم نرسیدم و حالا این کار رو انجام میدیم. عکس ها رو بهتون نشون میدم، قضاوت با خود شماست. یه چیزی میگن، گر نباشد چیزکی یا تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این اگه آقا رضا نرفته بود با این عربستان سعودی و کشورهای عربی به اصطلاح قاطی بشه و پولی بگیره و اینها، این عکس ها هم درست نمیشد. ضمناً این بار اولش هم نیست و نزدیکان ایشون اون آقای اویسی هم سالها پیش همون اوایل انقلاب رفته بوده از عراق و اینا پول گرفته بوده، ولی اونا پدر صاحب بچه رو درآوردن و چون به قولهایی که داده بوده عمل نکرده بود کشتنش با یک تیر. وقتا میگفتن یه تیر حرومش کردن. بله، اینم از این. آرزا رو در این لباس و دشداشه و نمیدونم اون چی بگم به میبردن چپیه و اینها نشون میده. این عکس خیلی بهش میاد، واقعا مثل همین چیزای اساما هست، این مال آیسیس و اینها. و این یکی هم باز همون اینجا نوشته شاسکول بن شافتک الپهلوی، اینجا هم نوشته شاسکول بن شاهد الپهلوی، و اینجا هم دستبوسی این شیخ پیر. البته این عکس ها فوتوشاپه، شما میدونید، چون عکس های حقیقی هنوز بیرون نیومد. و اینجا هم آقای حسن شریعت‌مداری که من یکی دو بار هم با ایشون مصاحبه کردم و ایشون اگر بشناسیدشون، این آقای پسر آیت الله یا حجت الاسلام شریعت مداری هست، کسی که معروفه، میگن اون بوده که لقب آیت الله رو به خمینی داد و باعث شد که شاه نتونه آیت الله رو اعدام کنه بکشه، و بعدم خمینی آمد و سزای خوبی هاشو داد، این رو گوشه‌گیر کرد مثل منتظری و چنین و چنان. در سال حسن شریعت مداری یا روی توییتر یا توییتره، چون نوشته ترنسلیت توییت، نوشته از توییت عده‌ای از هموطنان چنین برمی آید که آنها با روحیه انحصار طلبی اصرار دارند که مردم ایران انتخاب خود را کردند و آقای رضا پهلوی تنها آلترناتیو ایران آینده می باشد. تازه این روحیه حسب دیگران در حالی است که نه به دار است و نه به بار است. وای به روزی که دست این جماعت به جایی بند شود. حالا اگر یادتون باشه تو این چند هفته گذشته تو شلوغی هایی که در ایران و این برابر شد، یه شعاری پخش میگفتند به نام به اصطلاح رضا شاه روحت شاد. حالا یه دکتری یه برنامه ای رو ویدیویی اگه بتونم پیداش کنم بهتون نشون میدم، در مورد که این به اصطلاح شعار چجوری پیدا شد یا به وجود آمد صحبت میکنه. خیلی قشنگه، رضا شاه روحت شاد چگونه تولید شد. البته یکی برای من نشون داد آقا اینو خود دولت شعار میده که مردم اصلا برن از این مشکلات و بانک و اقتصاد و اینها به اون، تازه مردمم ناآگاهانه میگن که بعد اگه دولت گرفتشون فیلمشون هم نشون میده، میگه بفرمایید شما گفتی اینجوری میخوای رژیم قبلی رو بیاری، پس شما یکی از به اصطلاح اونایی هستی که دنبال براندازی هست و اینها. و متاسفانه این شلوغی ها و اعتراضات و اینها رهبری نداره، برنامه‌ای ندارن. بهتون گفتم یکی از دوستان خوب ما که هنرمنده اون روز نوشته بود آقا شما بیا دستور بمب ساختن رو نمیدونم. گفتم دوست عزیز قربونت، به قول آقای مختار
پوست موز زیر پای ما ننداز. این نادان هایی که میبینی از فیسبوک استفاده میکنن، از اینترنت استفاده میکنن، اینها رو میگن و مینویسن، اینا قوانین رو نمیدونن و soon or later، زود یا دیر، به دست قانون همین کشورایی که میگیم اینها آزادی خواه هستن، دموکرات طلب هستن و فلان، اینها میفتن. از جمله این آقای پولی، ناصر پولی ممقانی، که من بهش گفتم دوست عزیز این کاری که تو داری انجام میدی غیر قانونیه، تو نمیتونی توی کانادا بلند شی را بیفتی با یه دوست از خودت بیکارتر، احتمالا اون بنده خدا شاگردش بوده، اینا آفتابه بدون چیز درست میکنن، چی میگن، خلاصه طهارت اتوماتیک، یه لولهی وصل میکنی به شیر و اینها. اینها لابد یه روز بیکار بودن، آفتابه به اندازه کافی فروش نرفته، بلند شده گفته بیا بریم حالا ایران رو آزاد کنیم، حالا که آفتابه نمیتونیم بسازیم. میگه چقدر این شاولایی ها به آقای شریعتی، شریعت مداری فوش میدادن. خانم حوریه قرداغی هم میگن به نظر من کلمه مزدور را سلطنت طلب ها دوست دارن و به سمت همه پرتاب میکنن. خیلی قشنگ شما گفتی و باعث شده که دیگه این معنی و مفهوم خودش رو از دست بده، چون شما هر کلمه رو بی جا و با جا استفاده کنی، بعد یه مدت دیگه معلوم نیست کجا جاش هست کجا جاش نیست. و الی آخر این آقا که اینجا وایستاده خیلی هم خوشحاله که دستبند به ایش زدن. احتمالاً میدونید به اصطلاح فعالای سیاسی ما یکی از افتخاراتشون اینه که زندان بودن، یکی از افتخاراتشون این بوده که چند بار دستگیر شدن و یکی از افتخاراتشون این بوده که وقتی هم به مرخصی دادن نرفتن مرخصی. و احتمالاً آقای ناصر پولی ممقانی هم فردا از این عکس‌ها استفاده می‌کند تا مقام و منصبی در رژیم آینده ایران داشته باشه. دوستان با خودتون فکر کنید خدایی چه رژیمی اگه بیاد ایران حکومت رو در دست بگیره، شما از کشورهای آمریکا، اروپا، اینا حالا پیشکش رو، از حتی کشورهای مثل ترکیه و آلبانی و نمیدونم کشورهای بیچاره‌ای که فقط اسمشون کشورهای اروپاییه ولی هیچ خبری از اروپایی بودنشون توش نمیبینید، حاضرید اون کشور رو ول کنید برگردید برید به ایرانی که حالا تازه آقای رضا پهلوی اومده یا آقای رجوی اومده یا آقای ایکس اومده یا آقای ایگرگ اومده و شما نمیدونید کی به چه جرمی ممکنه شما اموالتون مصادره بشه، کی به چه جرمی ممکنه شما بالای پشتبان مدرسه علوی یا مسجد علوی اعدام بشید. من که همینجا خوردم لنگ کنگر و انداختم لنگر، شما آزاد میتونید هر جایی میخواید برید. دیروز ما یه شوخی کردیم با آقای فرخ سپهرار و بهش گفتیم که آقا شما که الان میگی تنها راه رهایی جنگ مسلحانه است، من حاضرم یه تیکت وان وی، یعنی یه تیکت یک طرفه برات بخرم و بری ایران. و بنده خدا گفت که مثل که زمین خورده و اینها، امیدوارم به زودی اون مشکلات برطرف بشه و ایشون بتونه به موقع خودشو برسونه به ایران، چون بالاخره تجربه اسلحه داشتن و اینها رو هم داره، میگه در زمان انقلاب اسلحه داشته. من نمیدونم، من هم مثل آقای لادن باور ندارم اگر انقلابی با اسلحه برنده میشه باید با اسلحه نگه داره. حتی یه جوکی هست به عنوان جوک حقیقی گفته میشه، میگن اگر کسی با سرنیزه حکومتی رو به دست بگیره بعد باید سر نیزه بشینه و اون حکومت رو نگه داره. چقدر این دردآور و ضمن اینکه حقیقت هم هست. خب بریم سراغ دوستان. چون آقای باقری قبلا به من گفته بود که وقتی تماشا میکنه قطع و وصل میشه، اولا اگه ایشون از ایرانه که خب دیگه معلومه به خاطر اینترنت آخوندیه، این یک. ولی دوستانی که این ور اون ور هستید، خارج هستید، یه چیزایی رو یاد بگیرید. یادتون باشه که ما اینترنت روزی که بهمون معرفی شد و خریدیم برای این بود که ایمیل رو استفاده کنیم و بریم وبسایتایی که تازه خیلی هم کم بود نگاه کنیم ببینیم کدوم فروشگاه فلان چیا این هفته حراج کرده. پس دو تا کار از باش انجام میدادیم، یکی ایمیل که احتیاج اصلا نه به سرعت داره نه به بندویت داره، پهنای باند اینها، یکی هم وبسایت که اونم باز احتیاج نداره به این که شما کانکشن یا ارتباط قوی داشته.
ولی بعد یا الان شما خیلی هاتون تلویزیون هاتون هم با اینترنت کار میکنه، اونی که باکس میخره از شرکت X از شرکت Y میذاره اونجا، یا وایرلس اینترنت یا بدون سیم با اینترنت وصله یا با سیم وصلش کردن. و شما اگر هنوز اون اینترنت های قدیمی رو دارید باید زنگ بزنید، بعضی وقتا شکایت که کنید فوری مجانی بهتون یکم قوی تر میدن، بعضی وقتا دست کنید تو جیب مبارکتون یه پول بیشتر بدید ماهیانه تا بهتون بتونن یک سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر بدن. این پهنای باند رو رادیو اینا یادتون. بعد ویدیو تماشا کردن، شما باید ویدیو رو بگیری، آدیو رو هم بگیری. رادیو گوش دادن فقط آدیو رو بگیری. ایمیل اصلا احتیاج نداره به این آدیو و ویدیو اینها. اینه که اگر قطع وصل میشه اول سیستمای خودتون رو یه خاموش روشن کنید، که من میگم این مثل یک لیف و صابونه، حتما هفته یه بار حداقل یک شنبه ها یا هر روزی ایران هستی جمعه ها که سرتون خلوت تره مودمتون راوترتون رو خاموش روشن کنید، اصلا بفهمید مودم چیه راوتر چیه، سیستمتون وایرلس وایر داره، سرعتاتون رو چیز کنید. بعضی وقتا شما اون راوتری که تو خونتون دارید سرعت به اصطلاح بدون سیمش 1/3 تا 1/4 اون سرعت اصلیه. به همین خاطر سیستم ما اینجا اصلا از وایرلس استفاده نمی کنید، با وایر. خود وایر یا اون اینترنت سیمش الان اینجا ندارم، میخواستم بهتون نشون بدم، سیمای مختلف داره، کیبل نمیدونم شماره 5 داره، کیبل شماره 6 داره. میگه بعضی هاشون اینجوری دو طرف سیگنال میفرستن، بعضی هاش این سیگنال میفرسته، بعد باید وایس منتظر این باشه. اینه که گفتم یاد اولایی که بچه بودیم، اولا قدیمایی که بچه بودیم نیم قرن پیش، شادم بیشتر، بعضی وقتا دو تا قوطی کن، حالا یا مال ماهی جنوب بود که بو ماهی هم خفمون میکرد، یا مال کمپوت سیب و اینا بود که معمولا یه نفر از خانواده وقتی مریض میشد کمپوت سیب و گلابی و اینا میخریدن و من نمیدونم چرا بهش میوه نمیدادن، کمپوت میدادن که هم شکر داره هم جوشونده باشه چیزش. ما این قوطی ها رو سوراخ میکردیم، بعد یه بند از این ته این به ته اون آویزون رو وصل میکردیم، بعد اینو میکشیدیم که من تو این حرف میزدم، مثلا پسرمون اونجا میذاشت در گوشش گوش میداد، بعدم خیلی هم خوشحال که یه خط ارتباطی از اینجا به اونجا. تازه حالا مجبور بودیم یواش حرف بزنیم، چون اگه بلند حرف میزدیم اون بدون اون قوطی کنسرو و اینها قوطی کن کمپوت، چرا اونجا میگن کمپوت اینجا میگن کن کنسرو، هرچ در هر صورت صدا اونو بشنوه. من دیروز یکی از دوستان وقتی از ایران دو بار پیام گذاشته، ببینید دوستان آدم یک کمی هم شرمنده میشه از خودش که شما لطف میکنی از ایران پول میدی هزینه میکنی زنگ میزنی و من میگم آقا وقتی من میام اینجا 6 عصره 6 و 8 میشه چقدر؟ 6 و 8 14 میشه 2 صبح، احتمالا شما 2 صبح خوابیدی، اگه من زنگ بزنم خانوادت رو آزار میدم بیدار میکنم. من نمیدونم چرا ما این تلفن و پیامگیر رو حتی به عنوان اون قوطیای کن و قدیمی تلفنی که من و پسرمون درست میکردیم استفاده نمیکنیم. آقا خانم شما حرفت رو از اونجا بزن، منم از اینجا حرفم رو تو برنامه میزنم، نه مزاحم فامیلت شدم، تلفن منم اینجا 24 ساعت، اینجا میگن 24/7 یعنی 7 روز هفته 24 ساعت روشنه و مزاحم من نمیشه. شما که زنگ میزنی میره رو پیامگی، زنگ که میزنی فکر کن من گوشی دم دستمه، هی هم میخوام بپرم وسط حرفت روم نمیشه، شما حرفت رو بزن. به همین خاطر من یه پیامی ایشون از ایران فرستاده، بعد از این که تازه من گفتم پیامتون شما زنگ بزنید بذارید، ایشون استدلال آورده که بذارید با خودتون گوش کنیم بشنم ببینیم، بکنم همین باشه آخر 33 نه ببینیم این همون دوستمون هست یا بله 26 ثانیه ایشون لطف کرده تماس گرفته. سلام علیکم، ببخشید مزاحم شدم، من نادر نژاد هستم از ایران. آقا من یه صحبتایی دارم که باید مستقیما با شما صحبت کنم نه پیغام بذارم. مشکلات خط و این چیزا و ایران و تا اونجا و خیلی از مسائل دوست دارم مستقیما صداتون رو بشنوم، ببخشید اگه پیغامی نداشتم. با اجازه خدا.
خدا نگهدارت، خیلی ممنون. شما هم اول برنامه هم پیامت میگی ببخشید، هم آخرش من نمیدونم من چرا شما رو باید ببخشم، چه جرم بزرگی شما مرتکب شدی به غیر از اینکه لطف داری به یه برنامه زنگ بزنی. ولی اینی که برای من توضیح بدید، اینی که میگید من باید مستقیم با شما صحبت کنم، تماس گرفتن خیلی مشکله از ایران و فلان اینها، احتمالا الان هم که توی ایران تظاهراتی هست اینا مشکل ترش میکنن، ولی شما خودت حالا که تماس گرفتی قدر این برقرار شدن تماس رو نمیدونی و پیام نمیذاری. چه فرقی میکنه که من مستقیم با شما داشته باشم صحبت کنم؟ اولا چرا فکر میکنید این پیام گذاشتن غیر مستقیمه؟ چرا ما یک کلماتی رو استفاده میکنید که معنی و مفهومش از بین میبره؟ مثلا مستقیم میخوام با خودتون صحبت، بعضیا میگن میخوام شخصا با خودتون صحبت. آقا خانم من روزا کار دارم، 20,000 نفر رو ایمیل و فیسبوک و نمیدونم توییتر و این برانور هستن، اگه هر کدومشون مثل شما لطف کنه زنگ بزنه بعد به من بگه من میخوام مستقیما با تو صحبت کنم، تو به من زنگ بزن، خب این که زندگی من اصلا داغون میشه، من چجوری میتونم با اینا تماس بگیرم؟ من از شما عاجزانه، برادرانه، پدرانه خواهش میکنم دوستان، از امروز به مادرتونم اگر زنگ میزنید، اگر نیستش دلش رو شور نندازید، بگید مادر وقتی اومدی به من زنگ بزن. اون تا بخواد به شما زنگ بزنه هزار فکر میکنه. خیلی قشنگ مادر جون زنگ زدم احوالت رو بپرسم، نیستی، امیدوارم خوب باشی، اگه دوست داشتی به هم زنگ بزن، اگه نه من فردا دوباره به زنگ میزن. تموم شد رفت. مادر وقتی اومدی یه زنگ من بزن. من باور کن 100 تا از دوستان بهشون میگم آقا خب تو که زنگ میزنی چرا پیام نمیذاری؟ نه دیگه میخواستم با خودت مستقیم صحبت کنم. آقا ما اصلا کج تفیق شدیم، مستفیق نیست. ما دیگه کج حرفتونه بزنید. ای ملت قرن 21 من و شما هنوز از تلفن و از پیامگیر نمیتونیم استفاده کنیم. خب وقت بی خود نیست همینسن خلایق نمیدونم هرچه لایق، این آخوندام از سر ایرانی ها زیادن، او یکی مینیسه ملت، هر ملت هر مملکتی لیاقت همان حکومت را دارد. خب اینا من و شما یک کارایی میکنیم که اینا به خودشون اجازه میدن اینجوری بنویسن. در صورت دوستان بهتره، ولی برای تماشای فیلم یا کامپیوتر زیاد فرق داره، اگه از 8 مگابایت بر ثانیه بیشتر باشه جواب میده، ولی خب نباید زیاد دلپاپه روی شبکه باشن که که کم بیاد. در اصل من نمیدونم اون ماجرای 8 مگابیت که شما میگید، البته من ایرانم، مشکلم برادران فیلتر چیه. آره اینم گفتم شما اگه از ایران هستید مشکل همینه، ولی همین، خوشحالیم که با ما هستید. حالا یه سوالی، شما که ایران هستید وقتی ویدیوها را از یوتیوب تماشا میکنید آسونتر و بهتره یا وقتی از فیسبوک تماشا میکنید؟ حالا بذارید براتون بگم، چون اینا یه سیستمایی دارن، مثلا یوتیوب شما اولا میتونید کوالیتیشو انتخاب کنید. بس بذارید اینم من بهتون نشون بدم، دوستان خیلی خوششون اومده از این چیزایی که من در برنامه یاد میدم و میگم، مثلا سرعت صحبت کردن و سرعت دیدن فیلم رو شما میتونید کم کنید، زیاد کنید و اینها. حالا یوتیوب آمده، بذارید من اینی که برای نوام داشته بازی میکرده بهتون نشون بدم و اینجا بله نگاه کنید، من اینو میبندم، حالا شما رو میبرم توی این صفحه Capture Select Area، از اینجا تا اینجا نشون میدم و امیدوارم اون چیزی رو که میخوام منظورم هست شما ببینید. ببینید این یه فیلم ویدیویه، شما دفعه دیگه که رفتید برنامه سوربی رو دیدید، نگاه کنید این ماوستون رو، موشواره هرچی، بیارید این پایین، نوشته HD setting، اوکی های دفینیشن. حالا اینجاها علامت زده که از این وری ببینید، بزرگتر ببینید، تمام صفحه اینا رو، بعد هیچ. حالا تا اگه رفتید صفحه ما، این سابسکرایب یا عضو شدن رو هم بنویسید، اینجا عضویتی که هیچ پولی نمیخواد بده. نگاه کنید شما رو این که کلیک کنید بهتون میگه که کوالیتی، مثلا نگاه کنید الان این آتو 720 فکر کنم فریمه یا 700
نمیدونم اینا حالا اون به اصطلاح داد پر اینچه، در صورت هرچه ببینید به شما چقدر آپشن میبینید، یا اینجوریش کنم که گوشه رو شما ببینید، اجازه بدید یک سایت یک فقط گوشه رو به شما نشون بدم. اینجوری ببینید شما این پایینه، پایین هر ویدیویی که میان اینه که کلیک میکنید، بعد یه صفحه باز میشه میگه آتو پلی. معمولا اینو من خاموش میکنم، انوتیشن اون نوشته ها هست، معمولا اینو خاموش میکنم. اسپید این اونجایی که بهتون گفتم ویدیوها رو میتونید با سرعت های زیادتر، مثلا یه کسی هست مثل این آقای فاضلی یه حرف که میزد بر ربع ساعت نگاهی تو دوربین میکرد. من یه دفعه به شوخی بهش گفتم که آقا شما باید زنگ بزنی به اون شرکت ساتلایت و بگی ما نصف قیمت بیشتر نمیدیم، چون من نصفی فقط نگاه میکنم حرف نمیزنم. کلی هم ناراحت شد، کلی هم فوش داد. بله ایشون جواب میدن یوتیوب راحت ترم. حالا ببین توی یوتیوب شما باز میتونی یه کاری بکنی، این اسپیدش بود. حالا برمیگردیم کوالیتی یا کیفیت. نگاه کنید در قسمت کوالیتی یا کیفیت الان چون این تلویزیونای 4000 و 1080 پی اومده، حالا یادم افتاد این پیکسل پر اینچ فکر کنم باشه، اینا سرعت پیکسل ببینید تا حتی 144 هم میارتش پایین. ممکنه یوتیوب یه دستگاهی گذاشته تا اینترنت شما رو میبینه چیز هست کم و زیادش میکنه، به همین خاطر این پایین هم یه چیزی گذاشته به نام اتوماتیک. در حقیقت اینا رو خودتون امتحان کنید ببینید کدومش آسان‌تره. اینم درس امروز، یادتون باشه اینا رو باید امتحان پس بدید. اگه مردود شدید مجبورید دوباره برنامه سوربی رو نگاه کنید. بگو ما یه بار نگاه میکنیم سردرد میگیریم، حالا دوبار نگاه کنیم چی میشه. میگه یوتیوب راحت ترم ولی زیاد رو فیسبوک نمیام، فقط برنامه های شما یا تک و توک اخبار. این فقطی هم که نوشتی من فکر کردم نوشته فقر، چون اون ت یا س عوض شده به صورت، این هم یه مکافاتیه، چند تا ت داریم، چند تا س داریم، چند تا ز داریم، اینا رو یکی برداره بریزه بیرون همش یه ده. البته این آمریکایی هم خراب کرده، واتر رو میگه وادر، بعد یه چیزی که ده هست شما میگی میگه او اون ت هست، میگه آقا شما ت رو میگی ده. اون جوکی بود گفت رفتم قم، رفتم گم، قم شدم. گفت آقا تو که غیر رو میگی گرم میگی، خب بگو رفتم قم، گم شدم. بله این هم از این دقیقا. خیلی ممنون، بریم سراغ برنامه های امروز که براتون خیلی چیزا گذاشتم. عکسای این آرپی عقب افتاده رو نشون دادم، عکس آقای ناصر پولی رو عقب دار نشون دادیم، ولی حالا بذارید عکسی که به همون یه پولی میدن اون رو هم نشون بدیم. شما هم میتونید دوستان اگر ویدیویی دارید، اگر کتابی دارید، اگر برنامه‌ای دارید، از تلویزیون مردم استفاده کنید، با هزینه بسیار کم اونها رو نشون بدید. یکی از اینا اینه که ما یه روز اینو خوندیم، یه دوستی گفت من حاضرم مبلغی رو به اصطلاح بدم که شما این رو هر روز این ماه در برنامه‌تون بخونید. اون به قول خود عمل کرد و ما هم حالا مجبوریم به تعهد و وظیفه خود عمل کنیم. بریم ببینیم که این دوستمون چی دوست داره برای من و شما بگه و دوست داره بیشتر تکرار کنه، چون تکرار هر چیزی باعث میشه که توی مغزمون شکل بگیره و نقش ببنده. اینجا نوشته دکتر ویکتور فرانکلین از معدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتز در لهستان معروف به قتلگاه آدمسوزی زنده بیرون آید. یکی برای من می‌نویسه این همون دخوه یا جای دیگه است، چون من شنیدم که توی اون هلند و لهستان و فلان اینا از این چیزا تعدادشون زیاد بود. او در نامه خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ این گونه می‌نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی می‌شدند. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می‌کنند. من پرستارانی کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می‌رسانند. من فارغ التحصیلان دانشگاهی را دیدم که می‌توانستند انسان دیگری را در آتش بسوزانند و مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد. اجازه بدید من این نوشتهشو بزرگتر کنم، چون اگه بعداً خواستید اینا رو تکرار کنید یا یه جایی ببینید اینجوری فکر کنم قابلیت دیدنش بهتر باشه. و مجموع این دلایل مرا به آموزش
مشکوک کرد. البته این آموزش و پرورش بحث خوبی داشتیم با آقای امیر حسین لادن، اون را حتما برید نگاه کنید. اسم آقای امیر حسین لادن رو در یوتیوب اگر تایپ کنید، ویدیوهایی که مال خودشون بوده، ویدیوهایی که با تلویزیون مردم بودن، اونجا به اصطلاح پاپ اپ شکوفا میشه و میتونید ببینید. در صورت این آقای دکتر ویکتور فرانکلین میگه از شما تقاضا میکنه که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک مهندس، از آنها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشود. پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری نیست و هر کسی میتواند با چند سال تلاش به آن برسد. اما به دانش آموزان خود بیاموزید که بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست. گفته خوبیه، امیدوارم فقط گوش ندیم و بگذاریم، هم گوش بدیم هم عمل کنیم و در این راه ببینیم چه باید کرد. یه ویدیویی از آقای محمد امینی، محقق و نویسنده، در باره سازمان مجاهدین هست که اون رو ما روی فیسبوک در زیر برنامه کانون آوا قرار دادیم. اگه خواستید برید ببینید، از امروز تا هفته آینده هم از تلویزیون مردم پخش میشه. بازتاب دیدگاه ها پیرامون سازمان مجاهدین، خیلی قشنگ سازمان مجاهدین رو گذاشته روی میز تشریح یا زیر ذره‌بین و به شما میگه نگاه کنید به اعمال و رفتار این و از خودتون سوال کنید چنین سازمانی میتونه دموکرات باشه؟ سازمانی که حتی تو خودش دموکرات نیست، دموکراسی نداره، تو خودش تبعیض زن و مرد هست، چجوری میتونه توی یک کشور 85 میلیونی به اصطلاح تبعیض نداشته باشه؟ در صورت با یکی از دوستانی که قبلا هم برنامه های هنری داشتند و اینها صحبت کردم روز یک شنبه یا دیروز یک شنبه بود و قرار شده که به زودی برنامه هایی داشته باشن. دوستان این روزا برنامه داشتن در رادیو تلویزیون ها انقدر آسون شده که آمریکایی‌ها میگن نو برینر، یعنی مغزم نمیخواد. یول برینر نه، نو برینر یعنی مغزم نداشته باشی میتونی این کار رو انجام بدی. یه چیز دیگه که بعضیا میگن، خود منم میگم، اینه که میگم اگه من میتونم انجام بدم شما میتونید انجام بدید. یه دوستی داریم، حالا دیگه باهاش چندان رفت آمد نداریم، این سالها پیش به من گفت که من یه روزی از خودم پرسیدم مگه من چیم کمتر از فلانیه یا مگه من سلولای مغزیم از اون کمتره؟ به همین خاطر هر کسی هر جای رسیده، من اگر بخوام به خودم میگم تو هم میتونی برسی. البته خب این بعض وقتا بیشتر به شعار نزدیکه، بیشتر به آرزو نزدیکه. مثلا شما دیگه حالا اگر 60 سالت باشه نمیتونی بگی من میخوام یه خلبان هواپیمای مسافر بری بشم. میتونی بری خلبان بشی، خودت و زن و بچت سوار کنی برم بندازی یه جایی، ولی دیگه شما با این سن و سالت اصلا هیچ جایی قبولت نمیکنه، چون میگن اینا اگه قبول کنیم کلی خرج بدیم پس فردا سکته میکنه، 100 نفرم میکشه و فلان اینا. پس آقای دکتر شهرام ایران بومی حرف قشنگی میزنه، میگه اینی که ما یاد دادن خواستن توانستن است غلط. خواستن در حد توان توانستن است، یا خواستن در حد منطق توانستن است. این رو من قبول دارم. خب دوستان عزیز، وقتی که با این دوستمون صحبت میکردم راجع به کتاب و کتاب نوشتن و اینها شد، چون یه نفر برای من یک کتابی فرستاده و نوشتی که آقای سوربی درباره این کتاب صحبت کنید، عکس العمل شما درباره این کتاب به من نشون میده که تلویزیون مردم واقعا تلویزیون مردمه یا تلویزیون رژیم هست. من برداشتم براش نوشتم دوست عزیز چقدر خوشحالم که معیار شما به این سادگیه، هر کی به شما چیز مفت داد این مردمیه، ولی هر کسی خواست پولشو بگیره حقش رو بگیره این مزدوره، این نوکر رژیمه. و بهش گفتم که سالهاست دوستان به من میگن آقا تو که اینقدر خاطره داری، تو که اینقدر حرف میزنی و ما رو کلمون رو میبری، چرا این خاطرات رو نمینویسی؟ بهش میگم ای آقا، این خانم، این خاطرات نوشتن وقت میخواد. اول که البته اگه بخوایم بنویسیم، شما فکر نکنید نوشتن به سادگی گفتنه. برنامه‌ای که من 2 ساعت اجرا میکنم، میگم اگه غلط غلوتم باشه میگذریم، هیچکم یادش نمونه. اگه بخوام بنویسم این برای همیشه میمونه و اولین کسی که ایراد میگیره خود منم. میگید نه امروز یه جمله بنویسید به دوستتون، یه دوست خیالی پیدا کنید یه جمله بنویسید،
با سلام شروع کنید، با خداحافظی تموم کنید، بعد فردا برگردید همین جمله رو بخونید، خط میکشی روش. اینه که تو شیراز میگفتن چرک نویس، بعضی جاها میگن پیش نویس، اینجا میگن درافت. کاغذای مختلفی برمی‌داره آدم مینویسه، بعد میگه نه این فعلا پیش نویسه، بعدن پاک نویس میکنم، یعنی چرکا و غلطا و اینا رو میریزم دور، نوشته پاک رو فردا میارم. به این دوستم گفتم ولی شما به من، به دوستان که میگم من نمینویسم و اینها، میگم خرج داره، بعد باید یکی رو پیدا کنم. حالا حروف چینی درسته که دیگه مثل موقع نیست که این سوربا رو بچینن بغل هم، ولی با کامپیوتر انجام میدن، ساعتی باید پول بدی بشینه اون تایپ کنه، بعد یه نفر باید بیاد ویراستار یا تدوین، ویراستار یا تدوین یا ادیت کنه، بعد یه نفر باید پیدا کنی یه چاپخونه چاپ کنه، بعد یکی بیاد به اصطلاح حمل و نقلش انجام بده، و همه اینها پول میخوان. به این دوستم گفتم اصلا تو مثل یک چراغ پروژکتور نورافکن فکر من رو روشن کردی. من هر کدام از اینا رو بهشون میگم ببین من این آشغالا رو نوشتم اینجا، شما اگه اینو برای من مجانی تایپ میکنی مردمی هستی، اگه نه نوکر رژیمی، و با صدای بلند اسمتو میگم، میرم پلو آقای مختار، میرم پلو آقای بیژن خلیلی و میگم که شرکت کتاب یا ایرانیان، شما اگه این کتاب من رو مجانی چاپ کنی شما مردمی هستی، اگه چاپ نکنی مزدور رژیمی. زنگ میرم اداره پست آمریکا، به اینام حتی میگم، به اینام با ما فرهنگ قوی و خوب خودمون رو با منطق وارد کنیم، به اینام میگم اداره پست شما اگه این کتابی رو که من به شما میدم ببری مجانی به این و اون، شماها مردمی هستید و الا شماها مزدور آخونده هستید، و همینجوری. و چقدر خوب شد، من از فردا میرم سراغ کتاب نوشتم. بعد نوشتم دوست عزیز، حالا از شوخی که بگذریم، یعنی من اون وقت حالا واقعا داشتم شوخی میکردم، چون این نوشته شما چیزی به شوخی شبیه بود تا اینکه واقعا یه نفر نویسنده ایرانی یه چنین چیزی رو به یه رادیو تلویزیونی بگه که اگه شما تبلیغ کتاب من رو انجام بدی مجانی مردمی هستی و الا تلویزیون رژیم هست. خب دوستان دارن میخندن، اشکم از چشمشون جاری شده. و وقتی داشتیم اینا رو میگفتیم، این دوست هنرمندمون گفت آقا من این آقا رو میشناسم. ما گفتیم بله، شما میشناسی؟ گفت بله. گفت حتما کتاب ایشون هم درباره اسبه. گفتیم کتاب درباره اسب؟ نه اتفاقا این کتابش درباره سیاسی و اینها هست. گفت نه آقا گوش کن، یه دکتری رفت شد رئیس به اصطلاح دیوونه خونه، حالا بگیم تیمارستان سلامی، که آقای دکتر سلامی هم دوستمون یادی ازش کرده باشه، و گفت اونجا که رفت، خب حالا دکترها هر کدوم چند تا مریض داشتن، چند تا تیمار روانی داشتن اینها، این چون رئیس بود به همه جا سر میزد، هی رفت اومد گفت که یه نفر نشسته تو کتابخونه هر روز از صبح تا عصر داره مینویسه، و گفت من ببینم این چی مینویسه که هر روز، اونای دیگه بازی میکنن فوش میدن، اون ریش اونو میکنه، اون لباس اونو در میاره، اون کفش اونو پرت میکنه، اون دمپایی اونو پاره میکنه و اینا، ولی این نشسته اینجا خیلی مؤدب منظم صبح تا عصر مینویسه و اینقدرم کاغذ جلوش. رب باهاش دوست شد و سلام علیک کرد و اینا، گفت که من میبینم شما همش سر تو کتابه چی میخونی اینا. گفت نه من کتاب نمیخونم، من نویسنده هستم. گفت چی مینویسی؟ این کتاب قطور چند تا کتابه؟ گفت یک کتاب. درباره چیه؟ گفت درباره اسب. گفت خب چیه؟ یه صفحهشو برای من بخون. گفت بیا خودت بخون. این آقا رئیس بیمارستان برداشت دید نوشته تلق 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 تلق، اینم درباره اسب کتاب نوشته بود. بعضی از کتاب این دوستان ما واقعا همین تلق تلق اسب یه درجه ازش بهتره، ولی بعضی هاشم خب یه چیزی رو منتقل میکنه. الان این دوست ما آقای پتیک داره کتاب این خانم سبیل رو میخونه، میگه اولا این چه اصراری داره اینقدر کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنه، بعد میگه اگر کسی برای FBI سازمان CIA مخفیانه کار میکرده چجوری همه این چیزهای مخفیانه رو که ما اینجا میشینیم باید 30 سال صبر کنیم، 40 سال صبر کنیم، 50 سال صبر کنیم، تازه وقتی میدن بیرون از بالا تا پایینش خط کشیدن، این چجوری همه اینا رو میگه. البته برای من نوشت که با این برنامه‌ای که داری و اینا بهتر شما این کتاب رو
بگیری و بخونی. گفتم والا من از این خانم دعوت کردم تو برنامه ها شرکت کنه، به نظر میرسه خانم نامنظمی، هنوز جواب نداده. و از اون گذشته آقای پتیک، من چون ایرانی هستم، مفتخور هستم، میشینم صبر میکنم شما این کتابو که خوندی مثل اون 90 تا 100 تا کتابی که برای ما فرستادی پول پستم بدی، نشون بدی مزدور رژیم نیستی، مردمی هستی، برای من مجانی بفرستی، بعد من شاید بخونم شاید نخونم. بهش گفتم من بیشتر دنبال کتاب‌های گویا هستم، حتی با آقای لادن هم پیشنهاد کردم کتابشون رو به صورت گویا در بیارن، ایشون هم با دوستانشون در اندیشکده صحبت کرده، مثل که میخوان یه کارای انجام بده. درباره کتاب‌های گویا صحبت میکنیم، اجازه بدید یه تبلیغی هم در رابطه با این شرکتی که کتاب‌های صوتی رو در ایران شروع کرده و به اصطلاح کارشون هم خوبه. من الان کتاب نبرد من اون مال هیتلر رو از این سایت اینها گرفتم. بعضی وقتا کتابای مجانی میدن، بعضی وقتا یه چیزایی نوشته کپسول مجانی. گفتم آقا شما فهمیدی ما 62 سالمونه، فوری کپسول مجانی به اون میدی؟ و بعضی وقتا هم شما میتونید مشترک بشید، وقتی مشترک میشین بهتون یه تخفیف اضافه تر میدن. اسم این شرکت هست نوار، خیلی هم قشنگ نوشته اسمش رو، نه که NAVAR VAAR. من اینجا نشونتون بدم، navar.com هست یا .org. بذارید اولا این صفحه رو اینجا بیارم و به صورت 4:3 به شما نشون بدم. بله 4:3 کامرای 3:3 کنسته این 4:4 2:2 کنه و 2:3 کنسته این. این ماجرای 3:3 یک ویدیویی از مسعود رجبی گذاشتم، دوستان تو رو خدا برید ببینید. من نمیخوام به دوستانی که قبلا دنبال روح رجوی و سازمان مجاهدین بودن خدای نکرده توهینی بکنن، چون اینا به اندازه کافی خودشون پشیمان و نادم هستن، ولی شما برید ببینید دنبال کی بودید. اولین درسی که توی ریاضیات ما یاد گرفتیم درباره جدول ضرب، به غیر از اونه که چند تا راه میافتادیم تو حیات هی میخوندیم 2 3 تا 6 تا 3 3 تا 9 تا 4 3 تا 12 تا 8 9 9 تا 81، بعد همه با هم میخندیم میگفتیم نونورتو نونورتو به جای نونوتا. اولین چیزی که تو ضرب یا 4 عمل اصلی ما یاد گرفتیم اینه که اگه 2 تا عدد 0 جلوشون باشه، مثلا شما عدد 30، بذارید بیام تو تصویر خودم فعلا، عدد 30 ضرب در 30، این نه ماشین حساب میخواد نه میخواد بنویسید، شما میدونید فوری صفرا رو نگه دارید، 3 رو ضرب در 3 میکنید میشه 9، 2 تا صفر میاد جلوش، 30 ضرب در 30 میشه 900. حالا شما بیاین رهبری که 40 سال رهبر مجاهدینه نگاه کنید ببینید 2 تا عدد به این سادگی رو که مینویسه چجوری گیر میفته. واقعا خنده داره. البته بعضی وقتا بهتون میگم خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. شرکت نوار رو بهتون نشون بدم بعد بریم اونجا. نوار سرویس اشتراک نوار، نوار را ارزان تر بشنوید. سرویس اشتراک نوار، بذارید من اینجا این رو بنویسم یادم باشه. بله، سرویس اشتراک نوار این امکان را به شما میدهد تا علاوه بر دریافت رایگان ماهیانه یک کتاب صوتی به هر قیمتی بتوانید، البته دیگه خیلی خودمونی نوشتن، بتونید به صورت نامحدود کپسول و دیگر محصولات جدید نوار رو که به زودی معرفی خواهند شد بشنوید و علاوه بر اینها حدود 10% هم تخفیف دائمی برای خرید کتاب‌های صوتی بیشتر دریافت کنید. مزایای اشتراک نوار: ماهیانه یک کتاب صوتی رایگان، در هر ماه می توانید یک کتاب صوتی را با هر قیمتی رایگان داشته باشید، نامحدود کپسول بشنوید. این کپسول فکر کنم یک قسمت کوتاهی از کتابایی که میخوان آینده به اصطلاح نمیشه بگید چاپ، میخوان بگن منتشر میکنن، چون اینا صدا هست. بعدم اینها برای دریافت بیش از یک کتاب صوتی از 10% تخفیف بهره بگیرید. اسم وبسایتشون هم این هست دوستان، بذارید من اینو بزرگتر بهتون نشون بدم، نوار دات یک لحظه
آمد navar.ir. IR چون وبسایتیه که مال ایران که هست، میدونید هر کشوری آمدن، مثلا کانادا مثل که CA هست، انگلستان UK هست، اینا پسوندش رو بهشون دادن که بعد یک کشوری هم بیچاره کوچولو اشتباه کرده بود خیلی چیزا رو ارزون فروخ به یکی دیگه، بعد خواستن بخرن کلی بهشون گرون فروخ. اینجا هست navar.ir، این به اصطلاح میتونید رو صفحهشون بچرخید و اینها، و این صفحه اصلیشونه. حتی در صورتی که میدانی خواهی باخت به مبارزه ادامه بده، کشتن مرغ مینا، محصولات، وبلاگ، ثبت کد، و اگرم مشکلی داشته باشید باهاشون تماس بگیرید. اینها خیلی ریسپانسیو هستن. ریسپانسیو یعنی به شما جواب میدن، مثل اونای دیگه نیست. بعضی از این احمقا هستن، شما وقتی براش یه چیزی میفرستی بعد دو ماه میبینیش بهش میگه آقا من برات اینو فرستادم، میگه آقا من خیلی طرفدار دارم، سرم شلوغه، نمیتونم جواب بدم. سرت شلوغه، مثل صحبی بردار بنویس، به دلیلی که نمیرسم رو فیسبوک جواب بدم بیاین پیام بذارید و ایمیل بفرستید. بعد اگه زیاد شد پیامم بگو، به دلیلی که نمیتونم تلفن جواب بدم پیام بذارید. بعد ایمیل ها همینجور به دلیل هی نرودن کنید، یعنی چی میگن الیمینیت، میخوام نرودن الیمینیت، یعنی چیزها رو به مردم بگید که چه باید بکنه. اون نمیدونه، اون شما اسمتو نوشتی، ایمیلتو نوشتی، آدرستو نوشتی، باید تماس میگیره، بعد هیچ خبری نمیشه. یه چیزایی هست آتو ریسپاند، اتوماتیکلی میتونی بهشون جواب بدین، که هم رو ایمیل هست، وقتی میرید مسافرت مینویسید من چند روز از دفتر کارم بیرون هستم، تا برگردم با فلانی تماس بگیرید، یا ایمیلاتون ممکن دیرتر جواب بدم. روی فیسبوک هست آتو ریسپاند که من گذاشتم، که نوشتم به اصطلاح نزدیک به 20,000 نفر اینجا و اونجا دوست و دشمن و مخالف دارم و نمیرسم. اینم از این. اگه توضیحاتی که من میدم زیاده بگید تا زیادترش کنم. و این کتاب و دیوان خونه و اینها رو رئیس دیوانه و راه رفتن از طلاق 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 طلاق. خیلی ممنون، دیروز خندیدیم. بعضی وقتا توی این گرما آدم یه خندهی به لبش بیاد خیلی کمک میکنه. سرویس اشتراک نوار رو براتون خوندم و این دوستمون یک ویدیوی فرستاده، نوشته همه چیزمان عربی است. این عکس رضا پهلویه که اون خانم تهرانی چون خودش عقب افتاده است و خبر نداره که من که اینا رو درست نمیکنم. اتفاقا من خیلی تو فتوشاپ و عکس درست کردن و اینها یا بد یا تنبلم، چون وقتی نکرده باشی یه کاری آهسته میشی. ولی اینه نوشته اینستا مساوی پهلوی داد ایران. حالا کیه چیه چجوریه من نمیدونم. و این نوشته همه چیزمون عربی هست، ولی یه ویدیو همین دوستمون فرستاده بود که مال دنیا بود و خیلی جالب بود. میگه حکومت آلمان نمیدونم مال فلانجاست، حکومت فلان کشور مال فلانجاست، زبانشون مال فلانجاست، و خیلی خوب بود. و اما ترامپ این چند روز گذشته میشه گفت هنوز 2 سال به اصطلاح رئیس جمهوری نکرده که گند خودش و خانواده و دوست و رفیق و همه رو بیرون آوردن، و الان نگرانی زیادی توی خانواده ترامپ هست که ممکنه یقه پسرش رو بگیرن و دادگاهی بشه. حالا من میدونم که این ترامپ خیلی شارلاتانه و اصلا براش مهم نیست که به اصطلاح خانوادهش چه اتفاق بیفته. معروف اصلا تو تلویزیون آمریکایی هم گفتن اگه این با خانوادهش یه جایی باشه اونجا آتش سوزی بشه اول از همه خودش فرار میکنه. یه 2 تا ویدیو هم نشون دادن که پسرش زیر بارونه، چتر رو سر خودش میگیره، خانمش زیر بارونه باز چتر رو سر خودش میگیره. نشون دادن که توی اون برنامه G20 بود، به اصطلاح ملاقات سران اون کشورهای G20، میاد میزنه اون آقا را کنار، خودش میاد جلو، خیلی خودخواهه، خیلی به اصطلاح بی پرینسیپه. بماند آقای اشکبوس طالبی اینجاست. من سلام میکنم به این همشهری عزیز، ببخشید من پیام شما رو نتونستم پاسخ بدم. لطف کنید پیام که میذارید پیام مشروع،
پیام مشروع لازم نیست 20 دقیقه نیم ساعت باشه، شما تو 3 دقیقه میتونید به من بگید سوربی من دوست دارم با هم تماس بگیری، میخوام درباره این موضوع صحبت کنم. ولی هر روز لطف میکنید زنگ میزنید پیام میذارید سلام و احوال پرسی بعد با من تماس بگیر، من میام پیام ها رو که چک میکنم بعد یادم میره با کی و برای چی تماس بگیرم. اتفاقا آقای طالبی هم نوشت من برایتون پیام گذاشتم، اگر بتوانید با من تماس بگیرید ممنون میشم. اشک بوست. درست همون چیزی که من میگم نکنید این دوستان انجام میدن. یه ویدیویی رو فرستادم برای یه نفر که اگه میخواین مصاحبه انجام بدید رو به طرف نور و اینجوری اون دوربینتون رو بیارید بالا در حد لول پیشونیتون باشه، دیگه دماغ و صورت و اینا نه، از چشمم بالاتر پیشونی باشه و اینها. وقتی تماس برقرار شد دیدم این دوست ما درست پشت به پنجره نشسته، گفتم خب اسم این برنامه رو میذاریم سیاه قلم در تلویزیون مردم. در صورت آقای اشکوس طالبی جامعه شناس هستن، برنامه های بسیار خوبی هم تلویزیون مردم هم جای دیگه اجرا کردن، نوشته های خوبی دارن و شما به من بفرمایید که از چه طریقی من با شما تماس بگیرم، اسکایپ، تلفن. یه مقداری دوست عزیز زندگی رو از این که هست سخت‌تر نکنیم و سعی کنیم زندگی رو راحت‌ترش کنیم. من باور کنید برای داداشم هم که پیغام میذارم بهش میگم با این تلفن برای من تماس بگیر، چون یه وقت بیرونم یه وقت استودیو دارم برای یکی دیگه کار میکنم یه وقت یه جایی هستم و الی آخر. ترامپ اذعان کرد پسرش برای کسب اطلاعات با وکیل روس دیدن کرده. این خانمه که روسیه و وکیله و میگن از طرف دولت روسیه مأموریت داشته که بیاد این احمقای نادان رو از هول حلیم توی دیگ بندازه و اینا الان توی دیگ افتادند، مدتی بود یعنی نزدیک به 2 سال که ترامپ میگفت من خبر نداشتم، این میتینگ درباره به اصطلاح اداپت کردن چی میشه، اداپشن به فارسی چی میشه، وقتی که یه کسی مثلا میره از شیر و خورشید یه بچه ای رو اداپت میکنه سرپرستیشو میگیره، اینجا میرن لیگالی قانونی یه بچه ای رو اداپت میکنن، حتی فامیل خودشونو برای اون میذارن اسمشو میذارن، نمیدونم به فارسی چی میگن چون تو ایران خیلی زیاد نبود. در صورت میگه ما درباره این صحبت میکردیم که بچه های روسو چجوری بیاریم اینجا و خانواده های آمریکایی که بچه دار نمیشن بتونن این بچه ها رو ساده اداپت کنن، ولی گندش بالا اومد، معلوم شد که اصلا این برنامه درباره این بوده که چگونه دیگران رو مخصوصا خانم هیلری کلینتون که از حزب دموکرات بود و امید و شانس بیشتری داشت، البته خود کلینتون هم خراب کرد به خاطر اینکه اونم کارش خرابه و الا آقای برنی سندرز که بعضیا فکر میکنن از حزب ایندیپندنت حزبی که به هیچ که وابسته نیست یا حزب دموکرات اینجوری آوردن دوتا باشه، اون شانس بیشتری داشت، ولی هیلری کلینتون با دسیسه شانس اون رو هم خراب کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اذعان کرده است که پسرش در جوان 2016 با یک وکیل روس برای کسب اطلاعاتی درباره حریف سیاسی او ملاقات کرده و اما استدلال کرده که این کار قانونی بود. این صریح ترین بیانیه یا ترامپ درباره علت ملاقات دونالد ترامپ جونیور با ناتالیا وستالیشکا، نمیدونم چی وکیل مرتبط با کرملین در آن سال است. رسانه های آمریکایی از جمله واشنگتن پست و سی ان ان روز یکشنبه دیروز به نقل از منابع مطلع گزارش دادند ترامپ نگران از پسرش به دلیل ملاقات 9 ژوئن با وکیل روس به گرفتاری حقوقی دچار شد. این ترامپ در آقای ترامپ در واکنش نوشت رسانه‌های اخبار جمعی یک گزارش کاملا ساختنی منتشر کردند که من نگران ملاقاتی هستم که پسر محشرم دونالد در برج ترامپ داشت. این دیدار برای گرفتن اطلاعات درباره یک حریف بود که کاملا قانونی است و دائم در سیاست انجام می شود. حالا شما اینو داشته باشید، تا هفته پیش ترامپ میگفت که ما با روسا هیچ کاری نکردیم، حالا که گندش بالا اومده، حالا که اونایی که باهاش همکاری کردن حتی وکیل خودش، آقا خانم اگه طرفداری ترامپی همین الان بندازی زمین، زنش این زنی که با پول خریدتش من میگم اسیرش کرده تو این کاخ سفید، دیروز صداش در اومد
گفت این که حمله کرده به این آقای بسکتبالیستی که یکی از بهترین سیاه‌پوستاییه که نه تو کار مواد بوده، نه تو کار اسلحه بوده، نه از اینایی که این زنو بگیر اون زنو طلاق بده، بچه یکی از این داشته باشه، ده تا از اون داشته باشه، یه آدم سالمیه، به دلیل اینکه از خانواده فقیری به اصطلاح دنیا اومده و بزرگ شده و حالا پول داره، این پولو میخواد برگردونه به جامعه، رفته یه مؤسسه بزرگ فرهنگی و مدرسه و اینها درست کرده، آمده با تلویزیون‌ها مصاحبه کرده. ترامپ احمق نادان اون روز آمده میگه که این بسکتبالیسته رفته با یک نادان، با یک مجری برنامه نادان مصاحبه کرده و زنش نوشت که من حاضرم برم از مدرسه این آقا دیدن کنم، چون این کاری که این انجام داده کار بسیار خوبیه، امیدوارم دیگران هم انجام بدن. ضمناً میدونید که زن ترامپ، زن رئیس جمهورها هر کدومشون یک کاری انجام میدن. زن اوباما آمد مثلا باغچه‌داری و اینها، خوراک سالم خوردن، خوراک سالاد و اینا تو مدرسه، بچه ها ورزش کنن. زن جورج بوش فکر کنم بیشتر راجع به کتاب و این چیزا بود، چون خودش هم کتابخانه چی بوده، کارمند کتابخونه بوده. و این زنش اولی که اومد چیکار کنم چیکار نکنم، بعضیا گفتن که بیا این بولینگ یعنی زورگویی روی اینترنت رو شما درست کن یه سازمانی و برو جلو. همون روزی که درست کرد همه گفتن ای خانم اول جلو شوهر خودتو بگیر که این از همه بولیتره و از همه زورگوتره و اینها. هنوز هم این مسخره بازی ها و جوکا ادامه داره، ولی اگر یک کار خوب میکنن باید بگیم کار خوبی انجام میدن. همین که در مقابل یه چنین شارلاتان خودشیفته نارسیسیست وایساده و از توی وایت هاوس برداشته نوشته که من کسایی رو که این کارهای خوب انجام میدن تشویق میکنم و حاضرم برم از مدرسه‌شان دیدن کنم، آفرین. بله، به فرزند خواندگی قبول کردن، نه اینی که من میگم این دیگه فرزند خوانده نیست، این دیگه واقعا مثل فرزند خودشونه، حتی اسم فامیلشون هم عوض میکنن. باید یه اسمی توی فارسی برای این داشته باشیم، اداپت کردن. یادتونه وقتی یه نفر تو ایران پدر مادرش میمرد، سنش صغیر بود، میگفتن این فلانی کفیلشه یا فلانی. اینا رو من نمیدونم حقیقتش، میگم ما فارسیمون خیلی خوب نیست، در باره فارسی خیلی خوب نبودن. یه نوشته ای رو براتون میخونم که برای این دوستمون نوشتم، آقا این شما چی نوشتی، منظورت از این چیه؟ حالا ببینید چجوری بحثات رو هم میاد از یه مسئله به یه مسئله دیگه. و بعضیا دوست دارن میگن این حسن برنامه شماست، به اصطلاح از هر دری سخنی از شمال جنوب غرب و شرق میگی. بعضیا میگن نه آقا ما سردرد میگیریم، از یک شاخه شما میپری به یه شاخه. خب آقا خانم من با این وزنی که دارم اگه روی شاخه وایسم شاخه میشکنه، من همین از این شاخه به اون شاخه میپرم. ممنون و متشکرم. بله، خانم ستاره همشهری عزیز هنرمند گرامی میگه که به فرزند خواندگی قبول کردن یا همون اداپت یا اداپشن. ممنون و متشکرم. و آقای طالبی همینجا اقلا بنویس در چه موردی میخواین صحبت کنین تا من با شما تماس بگیرم، برنامه ای رو به اصطلاح قرار بذاریم و یه روزی یا بیاین اینجا یا از طریق اسکایپ. این رودخانه ایشون اون ور رودخونه است، من این ور رودخونه هستم، این رودخونه را از بین ببرید. چی میخواستم بهتون نشون بدم؟ نوشته این دوستی که درباره بختیار نوشته و من والا نفهمیدم منظور ایشون چیه. بذارید ببینم میتونم پیداش کنم. بذارید به ترتیب اینا رو بخونیم بریم با اونم برسیم، اینجوری راحت داریم. این کتاب رو بهتون نشون دادم، شرکت نوار و ترامپ و پسرش، که من خیلی خوشحال میشم که اینا خونوادتن بیفتن توی زندان، از این وایت هاوس به این کاخ سفید به یه زندان سیاه برن. بله، همانطوری که در برنامه گفتی، بله، پدر و مادر یا مأمور رژیم، باز میدونید سازمان مجاهدین یه اشتباه بزرگی کرد. یکی از کسایی که به اصطلاح عضو سازمان بوده آقای مصطفی محمدی و خانواده‌ش و فکر کنم خواهر خانمش هم جزو سازمان بودن و اینها، و این شخصی که خودش رو می‌خواست آتیش بزنه، بنزین ریخت خودش، می‌خواست کبریت بزنه، خبرنگاره کبریت از دستش گرفته و به اصطلاح جون سالم به در برده. حالا امروز سازمان مجاهدین میگه این مزدوره. آقای گلند ترشیزی، تو رو به جد اول
اگر رجوی زنده است یادش بده 30 تا 30 تا میشه 900 تا، اگر مرده است اونو ول کن ببین کیا مسئولن، بهشون بگو این راه که تو میروی به گورستان است. اون وقتا میگفتن این راه که تو میروی به ترکستان است، حالا ترکستان که بد نیست، میری اونجا کنسرت نگاه میکنی، میری اونجا آبجو میخوری، ولی این راه که شما میرید به گورستان است. البته اونا میدونن 120 هزار تا کشتن و افتخار هم میکنن. بذارید ببینیم که بله، نیو وایس میل اینو براتون پخش کردم. دوستی که از ایران زنگ میزنه، اولش 98 آخرش 33. دوست عزیز، من نمیدونم چه ساعتی زنگ بزنم، اگه بدونم من زنگ نمیزنم، چون من برای این دوستمون که توی نیوجرسی هست زنگ زدم، پیام گذاشتم، بعد زنگ زد گفت آقا چه دردسری برای من درست کردی. گفتم چه دردسری درست کردم؟ گفت خانم من قبل از من رسیده خونه و این پیامو گوش داده. گفتم خب گوش داده باشه، شکر خدا که نه من و تو گی هستیم نه چیزی مخفی داریم. گفت نه شما گی نیستی، ولی من مشکل دارم. خانم من باورش نمیشده که من زنگ بزنم به تلویزیون و این چیزا رو بگم که شما این جوابا رو به من دادی. گفتم خب تو پس تو خونتونم باید مخفیانه زندگی کنی، در صورت بهتر کار اینه که من به شما زنگ نزنم، شما زنگ بزنی، حالا از همین 2 دقیقه 3 دقیقه پیام استفاده کنی و پیام بذاری. ممنونم پتیک، دیروز تو اون گرمای لس آنجلس عکسی فرستاده نوشته کاکو جون سلام، این وسط ظهر در جرارت 92 درجه در سایه زیر همک. همک این گهواره هایی هست که شما تهرونی ها میگین ننو، ما که به همه چی میگیم او، برای که با شما مخالفت کنیم بهش میگیم ننی، و مختلف شکل های مختلف داره، چوبی میساختن، بند میسازن، اینا اینجا یه چیزای اینا رو تو جنگل ها استفاده میکنن و برای که حمل و نقلش آسون و ساده باشه یا با یک پارچه میبندن به این درخت و اون درخت، خودشونو توش میخوابونن. حالا اگه چیز باشه نشون میدم، در صورت عکس خودشو گرفته و نشون داده، بعد نوشته که زیر هامکو میست آب و آبجو در دست جای دوستان خالی. من این میست آب نمیدونم یعنی چی، یعنی میست یعنی یه جایی داره باد میزنه بهتون، یک به اصطلاح ذره‌ای آب پخش میکنه. و اینم این دوستان عزیز، چقدر خوشحالم که شماها پول خرج کردید، زحمت کشیدید، رفتید وزیر امور خارجه آمریکا رو دعوت کردید، بعد آمدید اینجا با حمزه پور. میگم که یکی از این دوستان ما میگفت که بریم ما میخوایم فریاد بزنیم. گفتیم فریاد بزنید چی؟ گفت میخوایم به ایران، به ترامپ بگیم به ایران حمله کن. میگیم آقا اینا میخواد فریاد بزنه، اینکه از قبل از انتخابات گفته من به هر کسی حمله میکنم و قریب خودی هم حالیش نی، اونم مثل من سگ نازی آباده به همه حمله میکنه. نه ما میخوایم بریم که صدای ما رو از دریچه بشنوه. رفتن و تظاهرات کردن و اینها، ولی اینجا رو شما داشته باشید که اینم خیلی جالبه. حالا بعد از اون ماجرایی که ترامپ گفته بود ما بدون هیچ پیش شرطی با ایران ملاقات و گفتگو میکنیم، بعدش اون وزیر امور خارجه‌اش آمده بود گفته بود آقا این بیخود میگه، ما پیش شرط داریم. بعد حالا دوباره یادتونه گفتم بعد از اون دیگه ایران چیزی نگفته، فقط برای اینکه شما بفهمید این آخوندها چقدر موذی هستن و پشت پرده یک کسای دیگه هستن که دارن این دولت رو میچرخونن. اینجا نگاه کنید ببینید ترامپ چی گفته. اولا ایران چیزی نگفت، بعد که گفت ما با 7 تا پیش شرط میان با ترامپ صحبت میکنیم. یعنی ترامپ هم شد کره شمالی دوم برای این تاریخ ننگساز کی؟ ترامپ. خب حالا من اینجا براتون میارم، ترامپ شرطهای ایران برای مذاکرات را پذیرفت. آقای خلیلی که من میگی سوربی چرا نمیاد کالیفرنیا، وزیر امور خارجه داره میاد اینجا، گفتم آقا ما اینجا از دست اینا در میریم، توی ساندویچ فروشی میاد میری اون وقت که اصلا بوگند اینا بهت نخوره، چی داری میگی؟ رئیس جمهور آمریکا 7 شرط ایران برای مذاکرات مستقیم را پذیرفت. به گزارش سپاتنیک نمیدونم این چیه، سپاتنیک نیوز، الان اون کلمه معنیش چیه، سپاتنیک نیوز، به نقل از روزنامه کویتی الجریده، نه الجزیره، بن علوی قصد داشته بعد از سفر به واشنگتن مستقیما به تهران بیاید تا پاسخ آمریکایی را به طرفهای ایرانی بدهد، اما از او خواسته شده صبر کند تا ظریف از سفر خارجیش بازگردد. روزنامه کویتی الجریده ادعا کرد که ایران به 7 شرط
ایران به هفت شرط پذیرفته، به هفت شرط پذیرفته بوده که با آمریکا مذاکره کند. دوستان اینا اینجوری می نویسن، من مشکل برام خوندن یا واقعا خوندنش برای شما هم مشکله. ایران به هفت شرط پذیرفته بود، بعد هفت شرطی که پیش بینی میشد آنقدر سخت باشد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آنها را نپذیرد. مثلا به نظر شما احتیاج داره که حالا وقتی مینیسه که دونالد ترامپ دوباره چهار کلمه، 1, 2, 3, 4, 5 کلمه بنویسه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کدام بیخبری در دنیا تا امروز میشه بیاد فارسی بخونه و خبر نداشته باشه که این ترامپ، دونالد ترامپ، ترامپ شارلاتان رئیس جمهور آمریکاست. اینا اضافه نوشتنه، اینا انشاهایی که ما رو بدبخت کرد. گاه اگه دو صفحه کمتر بنویسی منم از 16 به پایین نمره میدم. به نوشته الجریده نگاه کنید دوستان، وقتی بهتون میگم تو یک پاراگراف دو بار نوشته الجریده، روزنامه کلویتی الجریده ادعا کرد، اومد اینجا فکر میکنه من و شما سه خط که خوندیم یادمون رفت کویت کجاست، یادمون رفت روزنامه الجریده مال کجاست. خب این بی خود اینا. در هر صورت بازگشت واشنگتن به توافق، این هفتا شرطش رو من اینجا براتون بزرگ میارم، نگاه داشته باشید، احتمالا روی اینترنت هم هر جا بخون پیدا میشه، ولی این هفتا شرطی هست که ایران گفته ما این هفتا شرط رو اگر ترامپ قبول کرد میان باهاش صحبت میکنیم. میخوام بزرگترش کنم، یه لحظه سب بدید که از این هم بزرگتر اینجوری بیان سراغش. بله، بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای و اجرای تمامی تعهداتش، توقف تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران، ارائه تضمین در جهت عدم تلاش آمریکا برای براندازی نظام، پایان دادن به اختلاف افکنی میان ایران با کشورهای عربی توسط آمریکا، پایان دادن به تحریم‌های جدید اقتصادی، توقف فشارهای اقتصادی، توقف فشار به شرکت‌های اروپایی تا آنها به تهران بازگردند. حالا اگر اینا رو ترامپ واقعا قبول کرده باشه، این همون ماجرایی که میگن ترامپ دیسکانکت، یعنی قطع شده از ادمینستریشن، از این دستگاه اداری خودش، از دولت خودش. وزیر امور خارجه‌اش یه چیز میگه، وزیر دفاعش یه چیز میگه، سخنگوی کاخ سفید یه چی میگه، رئیس اون نمیدونم امنیت آمریکا یه چی میگه، و این وسط ترامپ هم یا تو توالت داره توییت میزنه، یا تو توالت داره موهاشو درست میکنه، یا نشسته فاکس نیوز نگاه میکنه ببینه اونا چی میگن، فردا اونو تکرار کنه، یا تلویزیون های دیگر رو نگاه میکنه بهشون فوش بده. این بود اون چیزی که شما میخواستین. بعد بعضی از ایرانی ها رو تو برنامه های دیگه میبینن میگن آقا شما گفتین این دیوونه است و شارلاتانه. اولا شارلاتانا آدم های دیوونه ای نیستن، شارلاتانا آدم هایی هستن که آدم های باهوش رو هم گول میزنن، پس از باهوش هم بعض وقتا باهوش تره. چیزی که هست هوشش رو در راه شارلاتانیزم، این نیز ایزم و اینا رو مثل که برادر آقای آریانپور میگن در زبان فارسی آورده، نمیدونم ایشون نوشته بود من براتون خوندم. در هر صورت میگن که آقا این الان کمتر از دو سال اومده بازار و مارکت آمریکا اینجوری کار، اونجوری اون، اونجوری. این شروع ریسیشن یا چی میگن، تورم نه، اینفلیشن، یکی دیگه چی میشه وقتی که اقتصاد اسلو میشه و میاد پایین، مثل که زبان انگلیسیمون داره خوب میشه، همین که زبان فارسی یادمون میره صحبت کنیم یعنی انگلیسیمون بهتر شد. خب ببینم این چی بود که پرید نخواست ما نشونش بدیم. احوال پرسی بعد از نیش عقرب و یک نظر. این دوستمون من نمیدونم اسم شما چیه، ولی گرگان یا گرگن نوشتید اینجا، فان یه آقایی هم هست گرگن، اینجا تو کارهای دولت بوده و حالا هم کانتریبیوتر چیزه به اصطلاح CNN، خیلی هم قشنگ صحبت میکنه. ایشون نوشته سلام به شما، خوشحالم از اون گزیدگی عنکبوت بهبودی پیدا کردید، من خوندمش از اون عنکبوت یهودی. ببخشید میدونید وقتی عینکت یک قسمتش مال خوندنه، یک قسمتش مال رانندگی، یک قسمتش مال راه رفتن، یک قسمتش مال خوابیدنه، این قاطی هم میکنه. در ساعت نوشته بود که به نظر اینجوری و اینها، بعد نوشته به نظر من ریشه بسیاری از اینها واقعی و بسیاری به دلیل فرهنگی ماست،
و چرا همین نفرت ها در غرب هم هست اما منجر به تجزیه نمیشه. یک دلیل محکم اون همگرایی همه غربی ها. چرا قربان اینجا منجر به تجزیه میشه؟ همین کالیفرنیای خودمون معروف تهران جلس و اینا رو دارن میکنن سه قسمت. صبر کنید، گفت که باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. پتیک وقتی اون کتاب رو داره میخونه از من سوال میکنه آیا در آمریکا هر داستانی هر کتابی قابل چاپ است یا تعقیب قانونی داره؟ گفتم آقا بذار وقتی که تو ایران هی گفتن آزادی چیز نیست، آزادی بیان نیست، آخوندها اعتراض کردن، گفتن آزادی بیان هست، هر چی دلتون میخواد بگین بگین. یه عده بیچاره هم باور کردن آخوندها رو، فکر کردن درست میگن، رفتن تو خیابون گفتنشون، گرفتنشون. وقتی گرفتنشون آخونده گفت که چیه؟ گفت آقا شما گفتی آزادی بیان. گفت بله آزادی بیان، مگه شما نرفتی حرف تو زدی؟ بیچاره گفت چرا؟ گفت ما نگفتیم آزادی بعد از آزادی بیان هم هست. گفتیم؟ گفت نه. گفت خب حالا برو شلاق بخور، نمیدونه به مادرت زنگ بزن، سند خونه تو بیاره بذاره. این جالب نیست؟ فعالان سیاسی ما که اکثرا هنوز خونه مادرشون پدرشون زندگی میکنن، هنوز بیکار هستن و خیلی وقتا از بیکاری فعال سیاسی هستن، بعد میرن زندان، بعد ننو بابا باید حالا خونه شونم ببرن بذارن وثیقه، یعنی ماهی یه چیزی هم بابت اون وثیقه بدن، بچهشون ماشاءالله گل کاشته رفته شده فعال سیاسی. اینم فعالیان سیاسی. اون نویسنده ما که برمی‌داره می‌نویسه اگه شما کتاب من رو تبلیغ کنی تلویزیون مردمی هستی، اگه تبلیغ نکنی تلویزیون رژیم هستی. بعدم برای من میگه آقا تلویزیونای دیگه هم با من مصاحبه کردن. گفتم آقا اونا دارن تو سر خودشون میزنن از بی مشتری، پولشون از جای دیگه میگن، برو با اونا مصاحبه کن. مگه تو نمیگی این تلویزیون مال رژیمه، اونا مردمی هستن، برو با اونا مصاحبه کن. بعد درباره این تلویزیون مردم، چون اسمش مردمه، ما گفتیم یعنی تمام قشرها بیان صحبت کنند، سربی با مردم. حتی برنامه خودم که این خانم زینا تهرانی هم اسم ما رو دوزیده میذاره زینا با مردم، سربی با مردم یعنی اونی که چپه بیاد صحبت کنه، اونی که راست، نه اینکه سربی همینجوری یه ماشین خرید مجانی همه رو سوار کنه بعد هر کی هم گفت بگه آقا این مال مردمه دیگه، مگه نگفت شما این ماشین مال مردمه؟ اگه اینجوری باشه شما فردا که میری قنادی میگی آقا دو تا شیرینی ناپلئونی به من بده، شیرینیه رو که داد یقه قنادی رو میگیری میگه آقا این ناپلئون که توش نیست، که یه شیرینی یه خوراکی هم هست مال شمالیان. گویا یه همچین جوکی رو برای شمال هم ساخته بودن که وقتی طرف میره اونجا نمیدونم میگه مثلا میرزا قاسمی، بعد میگه که خب این خوراکی توش میرزا نیست، میگه ما که میام تهران شما به ما شیرینی ناپلئونی میفروشید توش ناپلئونه. اینا هم جوکه. در اصل من جواب اون نویسنده رو دادم ولی تا امروز جواب نداده، برای من لینک مصاحبه های دیگه شو فرستاده که برای من اصلا اونا مهم نیست. من بخوام هر کسی هر لینک میفرسه باید روزانه 900 سال قد عمر نو، که بعدن که فکر کردن اشتباه شده، اون وقتا یه ما رو فکر میکردن یه سال عمر داشته باشم تا برسم به این چیزا. ایشون نوشته که کاکو جون صبح بخیر، من با بی علاقگی به صفحه 42 کتاب خانم سیبیل دنیس ادمونز رسیدم. چطور ممکن است یک نفر اخراجی FBI باشه و اجازه بهش بدن که به این گونه در مورد این اداره بنویسه و کاری هم بهش نداشته باشن؟ من باید کمی حوصله کنم تا برسم به ته خط و ببینم چه خبره. من براش نوشتم من فکر کنم بعضی وقتا اصلا خود این FBI و CIA اینا یه خبرایی رو میذارن از یه جاهایی درس کنه تا اون افرادی که درباره این خبرها ممکنه یه برنامه داشته باشن بیان جلو و خودشونو لو بده. این تظاهراتی که تو ایرانه دیدید، تا اینا تظاهرات میذارن آخوندها با دوربین و فلان و اینا از چپ و راست فیلم میگیرن. به غیر از اون خود ما هم مامورای مجانی آخوندها یکی از آپارتمان فیلم میگیره، مثلا طرف از طبقه دوم فلان آپارتمان فیلم گرفته روبروی گاز فروشی فلان. خب آقا این منی هم که مامور اطلاعات نیستم میاد میگه این خونه کجاست، روبروی اینه، زاویه این دوربین کجاست، میاد یقتونو میگیره. خودتون اینجوری مفت و مجانی دست اینا نندازین. این در رابطه با اون دوستی که گفت آقا بیا دستور ساختن بمب و نمیدونم نارنجک و آقای رضا سلامی یه چیزی رو گذاشته بود، یه آدم بیکاری که از خدمت در ارتش فقط یه آرم هوابرد رو روی از این
یه کلابره میگفتن که من همیشه میگم چه ببین میگن کلابره، مثل فرانسوی ها بهش میگن. ما تو هوابر کلاه یه وری داشتیم و اینجاش وقتی که چت باز میشی اون علامت رو میزنن که داری پرواز میکنی. این کلاه رو گذاشته سرش و نشون میده. شما اون ویدیو رو نگاه کن خودت آقای دکتر سلامی، دکتر رضا سلامی، این از لحاظ قانونی هم برای شهروند آمریکا غیر قانونیه که دستور ساخت اسلحه و اینها رو بذاره، هم از لحاظ قانون فیسبوک. البته ایشون چون اهل منطقه گفت خیلی ممنون که من گفتید برش داشتم. شما برید نگاه کنید، یه نفر آمده بود دستور ساختن اسلحه با پرینتر سبودی، دیگه پرینتر سبودی این چاپ پرینتر ما میگیم پرینتر هی نخواهم عوض، در اصلا ساخته بود گذاشته بود، دولت مجبورش کرده فعلا ورش داره تا این بره دادگاه سوپریم کورت، دادگاه نمیدونم عالی و فلان اینها، اونها قضاوت کنن. و من شما چپ و راست این آقای کوروش عرفانی رو دیدم، اون بدبخت مستحصل آقای دکتر فروتن رو دیدم، این همه پسه و حسه و مسته و دسته ساختن به جایی نرسیدن. اون دفعه آقا مگه تو سال 57 کسی به مردم یاد داد که چجوری بیان جلوی این سربازها با شاخه های گل؟ بله یاد دادن، اونا از طریق مساجد گفتن که آقا این اسلحه دستشه، تو نداری. آقا فرخ هنوز اسلحه ها رو نیاورده ایران، این شاخه گل رو برو بذار تو سوراخ لوله تفنگ سرباز. و من بودم اونجا دیدم که سربازهایی که زیر دست ما بودن چجوری گریه میکردن زار زار تو خیابون. ولی شما ها اون موقع یابد مامان باباتون نگران بود، فرستادتون خارج، خارج بودید و حالا از خارج میخواین برید انقلاب کنید. برید برید، اگه اصلا یه چیزی نداری نمیدونم یه دیزی درست کنید بخورید با آقا رضا لوبیا و نخود پرت کنید. گفت یه عکسی هست، من این عکس رو بهتون نشون بدم چون در رابطه با این شعر هست. فکر کنم ملا ایران هر کی این کاریکاتور کشیده خیلی ایران ملاز خیلی قشنگ چیز کرده. بذار من اینو بهتون نشون بدم یک لحظه. اینا رو والا وقتا اینجوری بود، ما تا میگفتیم مثلا خسروی داریوشی کسی مسئول چی بود اینا رو میداد به دستگاه، ما سرمون تو کاغذ بود. حالا باید یه چشمون اینجا باشه، یه چشمون اونجا باشه. جالب اینه که چشم دیگه نداری. پلیر دو این خدمت شما. میدونید داستان دروغ اون حضرت موسی و اون باز شدن دریا و اینها، موسی کسی بوده که با وجود که مهندس بوده شهرساز بوده، این انقدر نادان بوده از جغرافیا و اینها 40 سال. اولا من فکر نمی کنم اون موقع مردم 40 سال عمر میکرده، 40 سال قوم یهود و دنبال خودش در صحرای سینا و فلان اینها میچرخونه که بینا معروف بشن به قوم سرگردان. و حتی میگن خدا، فکر کنم خدا دیگه از اون بالا گفته آقا تو که بلد نیستی یه راه 2 هفته‌ای رو 40 سال داری میری، بهتر شما هیچ مملکتی نداشته باشین، چون شما اگه مملکت داشته باشین هر جا میرین شب راه رو گم میکنین برگردین خونتون. در هر صورت من براتون این شعر رو بخونم. این میبینید که خامنه ای وایساده اینجا مثل موسی عصاشو بلند کرده و این دریا که نداره، نیروهای امنیتیش دارن چیکار میکنن؟ دارن مردم رو فشار میدن جلوشو گرفتن و این وسط آخوندا، آقازاده، رئیس بانک نمیدونم اینها دارن پولا رو چپاول میکنن و میدزدن و میبرن. و این با این شعر با هم برای من فرستاده بود یکی از دوستان که مملکت را کشتی بی بادبان کردی، نفتمان را صرف جنگ این و آن کردی، وعده دادی وضع بهتر میشود اما چه شد، از خوابیدیم شب نان را گران کردی. من همینجا گفتم خب وقتی که یه ملتی عصر میره میخوابه همین حقش اینه که شب نونش گران بشه. اینا برای که قافیه شعر درست بشه، اون وقتا میگفتن شاعر که به تنگ آید، قافیه چون به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. اینم همینه. من نمیدونم چرا دوستان مجبورن شعرم که میگن اینقدر طولانی درست درستان میگه وعده دادی و از بهتر میشود اما چه شد، از خوابیدیم شب نان را گران کردی، صحبت از آزادی اندیشه می کردی ولی کام زندان را پر از نسل جوان کردی. در سخنرانی به جای صحبت از ما بارها مردم سوریه را خاطر نشان کردی،
خوشبوی زنها ابتدا با دین منافاتی نداشت، ناگهان اندیشه را چون طالبان کردی. اون گروه تندرو طالبان اینا. ساکنان لامکان بودیم قبل از انقلاب، خانه های مؤمنین را هم مکان کردیم. من نمیفهمم منظور این ساکنان لامکان بودیم یعنی چی. لامکان به بهشت میگن؟ درستان نمیدونم. از خسر تا کیش صف بستند مأمورانتان، کل استانهای ما را پادگان کردی. طعم خدمت خوب و شیرین است، اما یک سؤال جان من یک بار آن را امتحان کردی؟ هرچی میخواهد دل تنگت بگنجان در ردیف، من که میخواهم بگنجایم به جای آن حسن. بعد نوشته حسن مصطفی علوی. در صورت یکی از شعرهایی که من بعضی وقتا برای آقای زرابی می نویسم که هزار سال شعر گفتن، هزار سال ما بدون اینکه بفهمیم حقیقت داره تکرار کردیم، مغرور شدیم، امروز فهمیدیم اصلش دروغ بوده. امروز هم نه رستمی وجود داره، نه سهرابی، نه کاوه آهنگری، و من موندم و شما. ای کاش 6 ماه، 1 سال هر کدومتون روزه بگیرید شعر نگید. خیلی مشکله ها. به دوست شاعرت بگی یه 6 ماهی شعر نگو تا ببینیم مردم چه کار میکنن. بله، اینم این مال پتیکم قبلا صفحه 42 و صفحه فلان. واقعیت و حقیقت. در دوران 23 سال رئیس جمهوران گذشته آمریکا نوشته، ببینید، در دوران 23 سال این رؤسای جمهور کشور پیشرفته و دموکرات دنیا به 9 کشور مسلمان حمله و 11 میلیون فرد را کشتند و خرابی ها کردند و کسی آنها را تروریست نخوان. بذارید من این عکس رو بهتون نشون بدم. این عکس رو قبلا هم دیده بودم و وقتی که خواستم دربارش صحبت کنم عکس رو پیدا نتونستم بکنم. این اگر نگاه کنید، این جورج بوش پدره و این برنامه مال موقعی که همسرش فوت شده بود. اون خانم بوش وقتی فوت شده بود توی وصیت‌نامه‌اش گفته بوده که ترامپ نیاد، چون اینا وقتی یه طور میشه رئیس جمهورهای قبلی میاد. یعنی ترامپ کسیه که مرده ها هم نمیخوان اینها تو زندگیشون باشه. وای بر شما اگر میخواین این تو زندگیتون باشه. این آقای جورج بوش که الان گندکاری های اینم که زنها رو دستکاری میکرده و قنبلشون رو نمیدونم به قول ما شیرازی ها پنجیر، به قول شما ویژگون میگرفته، یکی یکی اومده بالا. این به همین خاطر زن ترامپ تنها اومده. این بغل دستش میشل اوباما هست، این اوباما هست، این هلری کلینتونه، اینم بیل کلینتونه که پشت سر این وایساده، بهترم هست پشت سر این قایم بشه، و این جورج بوش و اینم لورا بوش همسرشه. و میگه این رئیس جمهورا مجموعه اینها 11 میلیون کشته. حالا این دوستان یهودی که برای 6 میلیون که همه میگن 6 میلیون اصلا نبوده اون موقع یهود، اینقدر داد بیداد میکنن، ببینیم برای این 11 میلیون کشته در 9 کشور مسلمان کسی پیدا میشه صدایی از خودش بتونه در بیاره. و اما اون روز من داشتم راجع به مدرسه رفتن و اینکه حراج هست و اینکه حتی 2 روز گذشته اینجا مالیات نمیگرفت دولت. دولت میدونید شما نفس که میکشی ازت مالیات میگیره. هر کی فکر میکنه دروغ میگم بگه تو بهش ثابت کنم چجوری از نفس کشیدن، از آب خوردن، از خوراک خوردن، از توالت رفتن، از ماشین سوار شدن، از هر چیزی از من و شما دولت آمریکا مالیات میگیره. به همین خاطر سالی یک مرتبه وقتی مدرسه ها باز میشه، بعضی وقتا فروشگاه ها حتی میگن آقا مالیات رو ما میدیم، بذار مردم بیان خرید کنن. الان دولت محلی به اصطلاح این تخفیف رو میده، میذاره مردم بیان خرید کنن. کسی که میخواد یه کفش 100 دلاری برای بچهش بخره، اینجا 6 دلار، توی واشنگتن 10 دلار، توی مریلند نمیدونم چقدر باید مالیات اضافه تر بده. خب 3 تا 6 دلار میشه 18 دلار برای بچه‌ش. سه تا بچه که داشته باشه بعد میتونه 18 دلار برای اون آخری یک کفش ارزان‌تر بخره تا اینم بزرگ بشه. و متاسفانه همون موقع که اینا دارن تبلیغ میکنن که بیا فلان کیف و کفش و کلاه و حتی بهتون گفتم 12 تا مداد رو میده 50 سنت، 10 تا دفتر رو میده 1 دلار، نمیدونم 24 تا مداد رنگیش، مداد شمعی بهش میگیم تو ایران، میده 50 سنت،
همون موقع اینایی هم که اسلحه میفروشن اینا میان تبلیغ میکنن و بله بیا کلت بخر نمیدونم 209 دلار، 20 دلار، 15 دلار به تخفیف دادیم، بیا اسلحه ای که تق 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 در آن واحد میتونه چند نفر رو بکشه بخر 539 دلار. و هستن کسانی که میرن اینا رو میخرن، کسانی هستن که تو مدرسه به اصطلاح دوستان دیگه باشون صحبت نمیکنن، مشکلاتی داره، ممکنه کتاب نبرد من هیتلر رو خونده باشه، یکیش از سیاها بدش میاد، یکیش از کلیمیا بدش میاد، یکی از مذهبیا بدش میاد، یکی از گیا بدش میاد، و هر روز ما اینجا داریم از این معضلات که اون به اون تیراندازی کرده، اون به اون. و اما این دوستمون حسن آقای گل همشهری یه لینکی فرستاده که این لینک به نظر من جالب بوده که گذاشتمش تو قسمت برنامه، بذارید ببینم چی هست و با هم بخونیم. اینا هم که نیم ساعتی طول میکشه تا پیدا بشه، مخصوصا اگر لینک ها مال چین و ایران و کشورهای دیگه باشه. دوستان به همین خاطر سعی کنید کامپیوترتون و اون قسمت اینترنت رو و اونجایی که مال ویروس و ملور و اینها هست تر و تمیز نگه دارید، و احتمالا اون کسی که به شما اینترنت میفروشه اینا بهتون یه سرویس هایی رو میدن که بتونید با قیمت ارزونتری چی بخرید. وایسادیم منتظر این، حال داریم حرف میزنیم شما رو مشغول کنیم ولی این نمیاد. فعلا تا این نعمت بریم بعدی ها رو نگاه کنیم، بعدن ببینیم نوبت این چی میشه. بله، وقتی که نوشته اون دوستم رو برای یکی از دوستان نوشتم، نوشت سرنوشت کتاب نویسی، ویراستار، چاپ، حمل کتاب ها به گاراژ و یا انبارتان و ارائه کتاب را به جماعتی که نه کتاب خر هستند و نه کتاب خان به درستی شما تصور کرده. تنها یک گام از قلم افتاده است و آن پژوهش مورد نیاز در نوشتن، ولی شاید شما آن را در داخل وقت صرف کردن برای نوشتن گذاشته باشید. دقیقا همینه. دوم این که برای شفاف بیان کردن چگونه و با چه هزینه میتواند کتابش را در تلویزیون مردم به بینندگان ارائه کنید. میگه خیلی اونو توضیح دادی، چون برای این دوستمون نوشتم. آقا همونجوری که من بارها در برنامه گفتم، هر کسی کتاب مینویسه اگر کتابش چاپیه و میخواد بفروشه، اگه یک نسخه از کتابش رو پست کنه برای ما، همونجوری که کتاب آقای لادن رو ما به مردم نشون دادیم، همونجوری که کتاب آقای مرتضوی رو نشون دادیم، کتاب بابک هروی رو نشون دادیم، خیابون باید دو طرفه باشه. آقای نویسنده، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. شما وقتی به من میگی این تلویزیون اگر رژیم نیست فلان، منم میگم آقا تو هم اگه نویسنده بودی پول میدادی که برو پستخونه یه کتاب تو میل کن یا پست کن یا بفرست ارسال کن. کتاب وقتی ما به دست ما رسید، مثل این کتاب آقای امیر حسین لادن که از ایشون ممنونم و این کتاب رو پست کرده، ما میام کتاب رو نشون میدیم. به این میگم پلاک کردن، این تبلیغ نیست. ما مجانی درباره یه چیز صحبت میکنیم، بهش پابلیک سرویس اناونسمنت یا پی اس ای هم میگن. میگیم کتاب خدا سالاری و درماندگی یا کتاب اون آقای ایکس یا خانم ایگرگ. چرا؟ برای که شما میبینیم یه کتابی تو ورداشتی بردی پستخونه، یه پاکت هم خریدی، یه دلار، سه دلار، ده دلار، پنج دلار هم پول پست دادی، بیشتر از اون به خاطر وقتت ازت ممنونم، منم وقتم رو برای شما میذارم. سوسن گفت آخه عشق یه سره باعث دردسره. من که نمیشه شما رو دوست داشته باشم آگهی و تبلیغ کتابتون رو بکنم. گفتم حالا اگه میخوای پول میدی مصاحبه باد میکنیم، اگه میخوای تبلیغ کنی بیشتر پول میدی، تو فیسبوک میذاریم بیشتر تر به قول دوستان پول میدیم، بعد بیشتر میشه چی؟ خیلی بیشتر، بیشترین، نمیدونم در اصلا این صفت های تفصیلی میگفتن، تفصیلی نمیدونم، قاطی کردیم. بله، آقای این دوستمون میگه من شخصا غیر از 3 سال که برای نوشتن کتاب زمان گذاشتم، 18000 دلار هم خرج چاپ و حمل و اونها به منزل یا انبار یا شرکتشون کرد. البته ناگفته نمانه، شما اگه دیروز کتاب نوشته باشید احتمالا گرونتر از امروزه. امروز کتاب ها رو شما وقتی اوردر میدی، سفارش میدی، همون موقع چاپخونه چاپ میکنه. باورتون میشه؟ به سرعت باد و برق چاپ میکنن و برای شما میفرستن. ممنونم از این دوستمون. نخه حسن آقا، اون پرایوت براوزینگ باز نمیشه، همینجوری داره اینجوری میکنه. و اینم از
نعمات وبسایت های چی هست. ببینیم این دوستمون چی نوشته. بله خب ابنه این فیسبوک و اینا هم بعض وقتا اگر یه چیزایی رو باز نمی کنه شما برید از یه چیز دیگه استفاده کنید، از یه وب براوزر دیگه استفاده کنید. بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری کنید. این یک مقاله خوبی، حداقل تیترش خوبه، چون ما فقط تیتراری که میخونیم قضاوت شروع میشه. اینو آقای آریان پور فرستاده ولی یک آقای به نام سام قنچی اینو نوشته. این مقاله امروز در شماره ششم گیتی مداری فصلنامه حزب سکولار دموکرات آینده ایران آینده نگر منتشر شده. بعد نوشته که اجازه دهید فرض کنیم که یک جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار جایگزین رژیم فعلی اسلامی در ایران شده است. یک، پایینش توضیح داده و قانون اساسی دموکراتیک تدوین و به اجرا گذاشته شده. چگونه می توانیم از باز تولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم؟ این سوالی موجه است به ویژه پس از مشاهده تجربه جایگزینی جمهوری وایمار با رژیم نازی در آلمان و تجربیات مشابه در همه جا و در دورانهای تاریخی مختلف از پیسیستیسروس در آتن باستان تا آقا محمد خان قاجار در ایران پیش مدرن و بالاتر از همه توتالیتاریسم. بابا اینا رو به فارسی ترجمه کنید. نمیخواد کامپیوتر رو بگید راهیانه، نمیدونم هلیکوپتر رو بگید بالگرد. این چیزای ایزم و میزم و اینا رو نمیدونم هژمونی توتالیتاریسم. اصلا شما این کلمه رو نگاه کنید تو راه ببینید. به نظر من نوشتن این کلمه در فارس به فارسی باید جزو گناهان کبیره باشه. نگاه کنید ببینم اینم شد مثل من مشتعل عشق علیم چه کنم همه رو سر هم. توتالیترینیسین ریزنیزم شوروی. بابا ولمون کن. بعد در هر صورت این نوشته ها هر روز میاد. من یه سریش مقاله شو یه مقاله دو تا مثلا یه پاراگراف دو پاراگراف میخونم میبینم همشون میگن چی دوست دارن، یعنی گول هدفشون رو میگن، ولی هیچ که نمیگه چجوری به اونجا برسیم. و همه میگن ما که نمیخوایم رهبر بشیم، ما که نمیخوایم هیچ کاری بشیم. تا امروز هیچ که نمیده بگه من میخوام یه کاری بشم و جوابگو هم هستم. بیچاره این آقای عطابکی اومده بود، والا اگه اون زمان میدونستیم ایران اینقدر خرد و خر میشه همین آقای عطابکی رو میگفتیم آقا بیا بشو فعلا رئیس جمهور، برو خوش باش. بهش میگم آقای عطابکی شما میخوای بشی رئیس جمهور، خب باید بگی وزیر و وزارات هم کی هست. دیدی که تو آمریکا اعلام میکنه وقتی میاد میگه من اگه اومدم روی تیکت من مثلا ترامپ و پنس بود دیگه، یا پنس هرچی پنس، شما کی هستین؟ گفت نه من وقتی چیز شدم بعد میام آگهی استخدام میذارم دنبال نخست وزیر. یعنی این نشون میده آقای عطابکی تو ایران یه دوست یه فامیل نداره که باهاش بتونه بهش اطمینان کنه و اونو بیاره سر کار. بچه بوده اومده اینجا درس خونده، برگشته اینجا آمریکا دیده، برگشته ایران دیده نمیتونه زندگی کنه، برگشته اینجا. اینم آقای داور گولش زد، چون داور به خود منم میگفت تو که میگی رضا پهلوی اینجور اونجور بیا باشو رهبر، گفتم نه آقا به قول باز آقای مختار خر خودتی ولمون کن. که بعد خر اول این هخار گیر آورد، بدبخت پرچم سفید و اینها رو انداخت زیروش، ولی این پرچم سفید هم باز صحبتای داور بود. The new golden bridge in Vietnam is hands down the coolest bridge ever. میگن این پلی رو که ساختن، آخه یه گلدن بریج هم تو سان فرانسیسکو هست، میگن این به اصطلاح قشنگترین پل یا بهترین پل هست و میبینید که مردم از اینجا اینجوری میان توی این دوتا دست که حالا دست ها هم اینجوری باز نزدیک به هم هست مثل موقعی که دعا میخوان بکنن. و اینم عکس بسیار زیبایی هست که احتمالاً جای قشنگیه که عروس ها میرن اونجا عکس میگیرن. میخوام بزرگترش کنم یه بار دیگه از اول بهتون نشون بدم، چون نوشته ها رو که شما نمیتونید بخونی، حداقل عکس ها رو با اصطلاح سایز بهتری ببینید. ببینید یه بار میام بالا اینجا، حالا میذاریمش روی اتوماتیک، برو بریم
این دیگه اتوماتیکه، این دست من نیست، ولی من میتونم سرعتش رو کم کنم، اگه زیاده زیاد کنم و الی آخر. خب دوستان عزیز، ساعت 3:41 به وقت واشنگتن شرق آمریکا، امروز هم دوشنبه 15 مرداد 1397 و 6 آگوست بود. همونجوری که بارها گفتم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر من میتونم برنامه داشته باشم، شما هم میتونید حرف بزنید و برنامه داشته باشید. اونایی هم که زنگ میزنن و پیام میذارن و من همون اولش تا میفهمم شما آدم ترسو و عزگل و انگلی هستی پاکش میکنم، وقت میگفت که ارز خود میبری و زحمت ما میداری، این صحت نداره، چون شما آبروی نداری که ارز آبرود بره. شما یه آدم بی آبروی هستی، زنگ میزنی یک شب دو شب که فکر میکنی حالا زنگ میزنی من اینجا نشستم بیدار میشه، این تلفن اتوماتیک 24 ساعته گوگل وایس میره اونجا. ولی اگر انسان بودی، اگر حرف میزدی، اگر منطق داشتی، احتیاج به فوش و بدگویی نیست، میاد با منطق صحبت میکنید، من پخش میکنم، اون وقت مردم میگن بابا این آقای فلانی که صحبت کرد چقدر درست میگه. بعد از اون دفعه دیگه ویدیو میفرسی، عکس تو، اسم تو، اینها، و الا بدبخ این فوش بدن تو کوچه باز کوچه ها. یه روز میای ادای باهایی ها رو در میای. من فکر نمیکنم باهایی ها هیچ کدومشون به حماقت تو یا به خریت و الاغی تو باشن. حالا اون دوستون از خلیج فارس میگه آقا چرا به این الاغا و خرا توهین کردی؟ چون واقعا بعضی از این کسانی که زنگ میزنن اینجوری پیام میذارن، اینا رو اگه با خر یا با الاغ هم به اصطلاح مقایسه کرده باشی، به خر و الاغ ظلم کردی و زور گفتی و باید از اونها عذرخواهی کنی. دوستان عزیز، از اینکه با ما هستید، وقتتون رو با ما میگذرونید ممنونم. ضمن اینکه میدونم خب هیچ کار بهتری نداشتید، اگه کار بهتری داشتید احتمالاً اونجا بودید. لطف کنید با دوستانتون هم این برنامه ها رو در میون بذارید. یک ویدیوی دیگه ای باز آقای آریانپور فرستاده، مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با صدای آمریکا، نوشته که رضا پهلوی گفت تصمیم گیرنده نهایی در مورد نوع رژیم آینده ایران مردم آن کشورند. مثل کی آقای رضا پهلوی؟ مثل موقعی که بابای شما شاه بود، مثل موقعی که پدر بزرگ شما به دستور انگلیسی‌ها شاه شد، مثل موقعی که محمد خان قاجار شاه بود، مثل موقعی که آخوندها اومدن، مثل کی؟ یا شما میخواین اولین کسی باشی که یه حکومتی میخوای بندازی که بیاری که مردم آمدن و به اصطلاح گفتن ما این نوع حکومت رو میخوام؟ شما که میگی مردم ایران سواد و فرهنگ کافی نداشتن در زمان پدره، بعد از 57 سال حکومت دو تا پهلوی شما میگی اینها فرهنگ و سواد نداشتن. حالا چی فکر میکنی؟ تو 40 سال زیر دست حکومت آخوندا مردم با فرهنگ شدن، مردم سیاسی شدن، اینقدر که در امور سیاسی کشورشون میتونن تصمیم بگیرن و بگن ما چه کشوری میخوان. پس دوستان ببینید، این آقا رضا هی میگه من نگران اسلام هستم، این باور داره که 40 سال حکومت آخوندا مردم رو با فهم و شعور تر کرده تا 40 سال حکومت دو پهلوی پدرش و پدر بزرگش. و اما این تیر خلاص، این آقا اینقدر تیر خلاص به خودش زده که همه جاش سوراخ سوراخ. سلام آقای سوربی، در مورد رضا شاه که میگن روحت شاد، این کلک رژیم است. مردم در مقابل بانک تقاضای پول از دست رفتهشان میکنن، به ناگهان یک نفر شعار میدهد رضا شاه روحت شاد و اصل مطلب فراموش میشود. سلطنت طلب ها مدهوش هم مثل میبودی خرکیف میشوند. در ضمن این پیام را از ایران یکی از همشهریان شما از من خواسته بفرستم و 10 یورو هم همراهش. بفرمایید چطوری بفرستم، چون من با تکنیک جدید آشنایی ندارم. دوستان، هر کسی میخواد به تلویزیون مردم کمک کنه، حمایت کنه، اجازه بدید من این وبسایت مردمتیوی.com رو بهتون نشون بدم. مردمتیوی.com روی این صفحه که میاید، اجازه ران ادوبی، بله، هر دفعه میام همی پرسه ران، بابا ولمون کن دیگه، یه بار که میگیم بگو برای همیشه نجات بده. اینجا میایم، اینجا ببینید، این صفحه مردمتیوی.com که ما اولی که شروع کردیم سال 2003، اون موقع فیسبوکی نبود، اون موقع یوتیوبی نبود و تنها جوری که بلد شدیم اینجوریه. بله، این میبینید دوست عزیزی که کتاب نوشتی، این یکی از دوستان کتاب نوشته، یه مبلغی رو داده، اینجا ما براش آگهی کردیم. هر کی روی این
کلیک کنه میبرتش تو کتاب فروشی اون، میتونه کتاب رو، کتاب هم تازه نفروخته بنده خدا، کتاب رو مجانی گذاشته روی چیز. خیلی خوشحالم که این پیش اومد بگم. اونایی که کتابشون رو پی دی اف میکنن، پی دی اف پورتبل داکیومنت فایل فکر کنم درسته، بله، که روی اینترنت با حجم کمی قابل خوندن باشه، اونا اگه لینکشو برای من بفرستن، من چه مخالف باشم چه موافق باشم لینک رو نشون میدم، تبلیغ میشه برای اون کتاب. خب اینه. ولی کتاب من، آقا من نشستم کتاب نوشتم، حالا چون کسی نمیخره من هم دیکتاتور شدم، به این تلویزیون اون رادیو زنگ میزنم و میگم شما یا به اصطلاح مزدور رژیم هستید یا باید اینو پخش کنید. در هر صورت از اون که بگذاریم، دوستان نگاه کنید برای طرف سمت چپ و سمت راست، آمریکایی‌ها باور دارن شما هر جا که نگاه میکنید اول سمت چپ رو نگاه میکنید، به همین خاطر کتابا رو از سمت چپ مینویسن، به همین خاطر وبسایتاشون از سمت چپ، نوشتهشون هم از سمت چپ. ما ایرانی‌ها باور داریم از سمت راست، به همین خاطر همیاری رو که با فارسی نوشتیم سمت راست، دونیت سمت چپ. شما اگه انگلیسی بلدی، اگه فارسی بلدی، هیچ مهم نیست، روی یکی از اینا کلیک میکنی، وقتی کلیک کردی یه صفحه باز میشه به این صورت، یا علی مدد دونیت تو مردم تیوی، اینجا میای پایین بهش میگی که چه نوع پولی میخوای بدی، مثلا شما مینویسی 10، بعد میای اینجا نوشته USD، نمیدونم کجا مینویسی که، بعدم میگی که میخوام این ماهیانه باشه. خلاصه این فرم خیلی ساده است، اگه با این فرم مشکل داشتید تماس بگیرید، من در خدمتتونم. یا اینکه شما، من برای شما اتفاقا یه ایمیل فرستادم، دوست عزیزی که با شماره 343 ایمیل شروع میشه، برای شما یه ایمیل فرستادم. یا آقای دیگه هم بود که آقا من از ماه آینده 20 دلار کمک میکنم، امروز ششم ماه هنوز خبری نشده. البته ما هم ننشستیم اینجا گشنه و تشنه منتظر 20 دلار شما. آبجو ماشاءالله هر روز میرسه، حالا اگه نهارمونم یادون بره ولی از آبجو میخوره. با درود بر شما، فایل پیوستی برای آگهی شما فرستاده میشود. این همون بود، این همونی که گفتم اون نویسنده، بدون شک واکنش شما در مقابل فایل نشان خواهد داد که نام تلویزیون شما به درستی تلویزیون مردم است یا تلویزیون رژیم. من هم ایمیلی برای شما فرستادم، اگه شما 200 دلار به من بدی و هیچ کاری از من نخوای، شما خیلی آدم خوبی هستی، ولی اگر بخوای کار کنم خیلی آدم بد هستی، مزدور رژیم. ببین همینقدر که این منطقی نیست و مسخره هست، این حرف و ایمیل شما هم دوست عزیز همین بوده. ممنونم از دوستی که ما اون روز درباره داروخونه و نفت و اینها صحبت کردیم، منظور اون به اون لیلا خانم بود که یه روز میاد میگه چرا اینو نگفتی، یه روز میاد میگه چرا اون نگفتی. مثالی آوردیم که یک داروخونه، این داروخونه چی بوده اینجور و اونجوری گفته، این دوست ما کتاب رو گذاشته، عکس ازش گرفته و اون رو فرستاده، اصل و مستر داستانی که شما تعریف کردید. من از شما ممنونم دوست عزیز، بذارید اینو نشون دوستان هم بدم و بخونم و کم کم ما این پرده تزیه خواندن و نمیدونم معرفی گرفتن رو هم جمع کنیم و بذاریم شما برید به کار و کاسبی و زندگیتون برسید. اینجا نوشته داروخانه، من نمیدونم این شروین بوده یا نوشته شورین، یکی دیگر از دکانهای خیابان ناصریه دواخانه شورین بود که دواهای فرنگی میفروخت. شاید هم این شروینه، وقت خواستن تایپ کنن اینا، میدونید اونام لابد چی دارن، چی میگن، کورکت سپل کورکشن هجی نهست. نوشته که دواهای فرنگی میفروخت و با ورود اطبای خارجی به ایران دایر گشته بود. مشتریان و مراجعین این داروخانه منحصر بودند به اروپایی های مقیم تهران و اعضای سفارتخانه ها، و کمتر کسی از اهالی بومی بود که با آن سرکار داشته باشد، مگر آنکه خیال لودگی و مسخرگی و آزار و اذیت داشته باشد. بعضی ها که دواهای فرنگی را همان جوهر داروهای ایرانی می دانستند، برای تحقیر دواهای فرنگی روزی یکی مراجعه می کرد و جوهر گندم می طلبید، و وقتی شورین ساده و بیخبر خود را ناآشنا به این کنایه نشان می داد، طرف از میان دستمال یا کاغذ مقداری سرگبین بیرون می آورد و می گفت از این می خواهد. روزی کپسول ریش دراز از او می خواستند و پشکل بز را نشان می دادند، و یا قرص
قنباره یا خمپاره از او میخواستند و وقتی دربارهش تحقیق میکرد صدایی از خود در میآوردند و پا به گریز میگذاشتند. از جمله این کارها یکی هم شرطی است که کسی میبندد تا وسط دواخانه او رفع حاجت کند و میآید از شورین نفت میخواهد و چون شورین میگوید ندارد و جواب رد میدهد میگوید به دواخانه‌ای که نفت نداشته باشد باید ریست. اینجا نوشته باید رید و تنبانش را پایین میکشد و وسط دواخانه قضای حاجت میکند که بعضی میگفتند این شرط بندی برای 3 مرتبه بوده است و شورین برای اینکه دیگر باره به این مشکل برخورد بر نخورد نفت هم می آورد و مردک روز دیگر می آید باز هم سراغ نفت می گیرد. شورین جواب می دهد این دفعه جواب می دهد بله. این دفعه مردک می گوید به دواخانه‌ای که قاطی دوا نفت بگذارد باید رید تا مرتبه سوم که چون وارد می شود از نفت سوال می کند. شورین می گوید آقا چه کار به داشتن و نداشتن نفت داری؟ کارت رو بکن و قائله رو خط کن. این تنها کاسب فرنگی بود که توانسته بود با این احوال و مشکلات مقاومت کنه. ممنونم از دوستمون که این رو فرستاده و دوستان این که تلویزیون مردم اصلش اسمش رو تصمیم گرفته بذار مردم، همین تلویزیون بهبانی بنگی و حشیشی اینجا قرار بود یه برنامه ای ساعتا بذاریم و داور به اینم گفت تو هم یه برنامه بذار. گفت من چه اسمی بذارم؟ من بهش گفتم بذار این بذار اون، آخرش گفتیم بذار این میهن. ولی تلویزیون مردم رو خود من نشستم صحبت کردم از نامه‌ای که آقای پرویز مینویی نوشته بود، جوکی که به مجله تهران نوشته بود و اسم من رو به نام سوربی آورده بود، نوشته بود پرویز یا یه چیزی هرچی و نوشته بود از تلویزیون مردم، منم اونو گذاشتم تلویزیون مردم. معنیش این نیست که ما برای شما مجانی کار کنیم و شما اگه کار نکنیم مزدور. معنیش اینه که من یه چیزی گفتم، یه مسئله آوردم، این دوستمون یادش افتاده این کتاب رو رفته آورده نوشته، این میشه اون نظرش داره میگه، من نظرم میگم، شما میتونید نظرتون بگید. من وقتی که بنی سعد گفت خودش میاد که دانشگاه را ببندد زیر رگبار مسلسل بودن. شما کجا بودی؟ زیر کرسی؟ آقای فرخ من ازت خواهش میکنم شروع به توهین نکن. اگه شروع به توهین کنی منم شروع به توهین میکنم و مطمئن باش منی که 20 سال جلو دوربین نشستم حریف شما میشم که روحی پاک داری، خواننده هستی. دوست عزیز، اولا شما اگه بعد از انقلاب اسلحه به دست بودی پس درست همون چیزی که من گفتم درسته. قبل از انقلاب آقایان ماسالی و دیگران اسلحه داشتن و شما جوانی بودی که بعد از انقلاب اسلحه به دست گرفتی و شما جوانی بودی که ماجراهای این درگیری ها و جنگ و فلان و اینها اونجام از شور حسینی رفتی. بنده 5 سال در ایران بعد از حکومت اسلامی وایستادم با وجودی که 2 سال در بدترین شرایط 2 تا تیپ 2 تا لشکر خدمت کرده بودم و هیچ وظیفه‌ای نداشتم، هیچ مسئولیتی نداشتم، ولی داوطلبانه زن و بچه‌م رو رها کردم رفتم آبادان. من نمیدونم شما کجا زیر رگبار مسلسل بودی که ماشاءالله سر و مر و گنده جون سالم به در بردی بعدم آمدی آمریکا اینجا خواننده شدی. ولی این روش شما غلطه. این روش شما باعث میشه دهن من باز کنه و بعضی وقتا دوستیمونو بذارم کنار و وقت هرچی از دلم در میاد بهت بگم. شما میگی امروز جنگ مسلحانه است، میگم آقا من بلیت میخرم شما برو، بلا فاصله میگه امروز افتادم زمین حالا صورتم زخم شده با وایسم. کسی که میخواد بره جنگ کنه نگران صورتش نیست که. اینجا دیدی اونایی که میخوان جنگ کنن زغال میمالن رو صورتشون، لباس عوض میکنن، شب چریکی میرن، دعوا میکنن. اینو وردار، اگر ور نداری من هم ورد میدارم، هم دیلیتت میکنم، هم بنت میکنم. شما صدای خودت رو که میتونی بیای نظرت رو بگی چرا اینجوری خفه میکنی؟ آقا من اونجا بودم شما کجا بودی؟ ببخشیدا ببخشیدا به شما نمیگم ها، ولی به نفر بعدی میگم به تو مربوط نیست، تا جون از جون دره. مگه تو
میخواستم اینم فضول کیه، این چه حرفیه که میزنی؟ من رگبار مسلسل بودم. رگبار یعنی تو ارتش خدمت کردی رفتی جنگ یا بسیجی بودی؟ اگه ارتش بوده که خیلی هم رفتن جنگ. ما هم 100 بار تو همین برنامه گفتیم خیلی ممنون که 1 متر مربع رو شما از دست ندادی و من که به نسبت شما دینی ندارم. شما برای مملکتت رفتی، برای من رفتی، اگه برای من رفتی سهمت چقدر بهت بدم؟ آخه این مزخرف چیه مینویسی؟ فر رو خودت اذیت میکنی. ما به شما گفتیم برو آقا موزیک بذار بشین یا آهنگ درخواستی پخش کن، آه و ناله اینایی که زنشون خونشون رو برده، اینایی که ماشینشون تکس بردن. این شما نمیتونی بیای تو برنامه من بچرخونیش. من میچرخونم، قولت میدم ضرب فنیت هم میکنم که دوستانم ازت بخندن. نکن آخه این کار زشتیه. من این همه به تو احترام میذارم، از این بر تو از اون بر سنگ پرت میکنی. من نشستم اینجا دارم برنامه میذارم برای یه نفر میاد وای میسه صحبت میکنه راجع به مشکلاتی که دارن، شما میگی نمیدونم عروس محافظ چی میگن دختر فلانی، گور پدر داماد و گور پدر عروس و گور پدر دوتا کشورشون. شما این ماجرای هر سخن جایی یا هر نقطه مکانی دارد رو رعایت کن، خودت ورش دار، چون اگه من ورش دارم اون وقت باد دارم. من هر دو وقت بودم، من دیگه نمیخوام با شما صحبت کنم. اینا رو یا ور میداری یا اگه ور نداری من هم بلاکت میکنم هم تموم. نمیخوام آقا، اینجا من برنامه دارم، من آدم با شعوری مثل شما رو نمیخوام. من یه مشتی دوستان خودم رو میخوام، خل و چل و اینا. مگه مهمونی ها اینجوری نیست؟ شما اگر دو بار با یکی رفت آمد میکنی میبینی باهاش راحت نیستی، مرتبه سوم دعوتش نمیکنی، درسته؟ من الان میخوام ببینم میتونم با شما راحت باشم یا نه. میگم این مزخرفی که نوشتی وردار، اگه ور نداری دفعه دیگه نمیخوام شما بیای تو مهمونی من. آقا این یه مهمونیه، هست یا نیست؟ قبول داری اینجا محفل منه؟ قبول داری یا نه؟ اگر شما وقتی برنامه موسیقی میذاری من هی بیام اونجا هی اخبار بد بنویسم، یکی کشته شد، به یه دختری تجاوز کردن فلان اینا، شما نمیگی این سربی دیوانه است؟ منم الان میگم این فرخ دیوانه شده، از تنهایی و از مشکلات زندگی دیوانه شده. اینا رو خودت بردار، اگه ور نداری من بعد از برنامه ور میدارم و پاکش میکنم. فعلا دستا بالا. یعنی چی دو بار بودم؟ کجا بودی دو بار؟ به من چه؟ اگه قبل از انقلاب رفتی اسلحه کشیدی انقلاب کردی، ببخشید اینایی که به من میگن آقا شما مال 57 هستی اونا گوه میخورن. من مامور حکومت نظامی بودم، شما از این بچه های جوان و جلق اسلحه افتاده دستتون، ملت باید از شما طلبکار باشن. اگه بعد از جنگ دلخواه رفتی اون دیگه من نمیدونم. اونایی که وظیفه داشتن، بابک عربی رفته تو جنگ، ببین 1 سال تو سنگر با یه گربه ای بوده. خب من از تقدیرم کردم، کتابش هم اینجا نمیدونم چیه، مال یک سرباز، نامه یک سرباز قدیمی رو، کهنه سرباز رو آوردم خوندم، خودم رو خوندم نشستم اشکم ریختم. چیه شما از من طلبکاری؟ عجب ملتی هستی. ساعت 3:59 است دوستان، اجازه بدید من همینجا ازتون خداحافظی کنم. امیدوارم فرخ اینو درک کنه، بفهمه، بیاد. بارها گفتم شما میتونی مخالف من باشی، میتونی بیای بگه آقای سوری من میخوام بیام 10 دقیقه صحبت کنم و به مردم بگم که برید جنگ مسلحانه، ولی شما نمیتونی از من بازجویی کنی. آقا وقتی که من اینجا خوش بودم، خواننده بودم، هر شب با یه دختری میرفتم، به همین خاطر همسر من از من طلاق گرفت، شما کجا بودی؟ من داشتم روز 18 ساعت کار میکردم. بسه یا بگم بازم فرق؟ خجالت بکش عزیزم. خدا نگهدار دوست. چه ملتی هستیم واقعا.